بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و لحظاتی که با ما هستید در برنامه میراثداران ایران به همراه آقای بهمن احمدیان و در قسمت بعد هم با دکتر سرهنگ عقیلی پور اوقات بهتری پیش رو داشته باشیم. امروز یک شنبه 11 ماه مارس و اگر احیاناً فکر میکنید که برنامه زودتر از معمول شروع شده، شما در جاهایی هستید که ساعت عوض نشده، ولی چون ساعت یا وقت در واشنگتن و تگزاس عوض شده به زمان اینجا همون 8 بعد از ظهر که الان 8:08 بعد از ظهر است. اجازه بدید که به همراه شما بریم به تگزاس و سلام کنم خدمت آقای احمدیان. آقای احمدیان سلام، امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و بتونیم امروز در مورد مسائلی چند با هم صحبت کنیم. بله، سلام و درود بر شما جناب آقای سربیر و تلویزیون آبادان ندا، جناب آقای دلدار و بانو سرور عزیز ما. من هم به شما و هموطنانم در سراسر جهان شب بخیر میگویم و امید سلامتی همه رو از خداوند بزرگ مسئولت دارم. بفرمایید، در خدمتتون. خیلی ممنون. اگر اجازه بدید من چند تا مطلب رو اینجا نوشتم و با هم در مورد این مسائل که مسائل مهم روز و هفته بوده با هم صحبت کنیم. بله، یکی از اونا این ماجرای 11,000 موشکی هست که ایران تهدید کرده که رو به اسرائیل و به آمریکا نشانه میگیره و من نمیدونستم اونها موشک هایی دارن که بردشون تا آمریکا هم هست. اگر در این مورد شروع کنید یا در مورد رابطه ایران و اسرائیل بعد صحبت کنیم و ببینیم که اوضاع و احوال چگونه است. میدونیم که در واشنگتن هم هفته گذشته ملاقات های انجام شد که صحبت های بسیاری در حول و حوش اون ملاقات هست، اون نشست ایپک، نشست سالیانه شون و امسال که به اصطلاح از همیشه داغتر و ماجرا برانگیزتر بوده. من ساکت میشم و میکروفون رو در اختیار شما میذارم. بفرمایید. قبل از هر چیز من باید یک تشکری بکنم از دوستانم در سایت های مختلف و وبلاگ نویس های مختلف و کسانی که در این هفته به خصوص فقط من هر هفته تعدادی از دوستانی که دائما برای من ایمیل میذارن و بسیاری از مسائل رو که من هم بهش دسترسی ندارم در طول کاری در اختیارم میذارن تشکر میکنم. هر هفته از 10-8 نفر از دوستان من تشکر میکنم. در این هفته از خانم زری که اون دفعه من تشکر کردم، آقای رضا خلیلی که یکی از کسانی هست که بیشتر ایرانیان با ایشون آشنا هستیم و از کسانی بودن که در ایران زندگی می کردن و به خصوص دایره نزدیکی در امنیت ایران داشتن و بعدن به امریکا آمدن و بعض از اطلاعات رو هم ایشون برای بنده می فرستن و بسیار متشکرم از ایشون. خانم شری البندی، سیمای وطن، پیک تندر که البته متعلق به پادشاهیه و برای من فرق نمی کنه، خیلی ممنونم از اطلاعاتی که برای بنده میدید. و خواندنی ها، آسمان، دیلی نیوز، متشکرم از لطف شما دوستان عزیز در دیلی نیوز، خود جناب آقای سربی که خیلی مسائل رو برای من میذارن و آقای بهمن بیک که امیدوارم این دوستان همیشه موفق در کاری که دارن انجام میدن برای رهایی کشور عزیزمون. اما سوالی که شما پرسیده بودید، بله، این مسئله که وجود داره در سایتی که برای بنده فرستاده شد و من نقل از اون سایت میکنم، سایتی که 1100 موشک یا 11,000 موشک در کلش اهداف آمریکا و اسرائیل رو مورد هدف قرار داده و این که اگر جمهوری اسلامی احساس کاری رو بکنه و اونجوری که خود آقای رجمور جمهوری اسلامی گفته، بله اینا توانایی اون رو دارن و این 11,000 موشک را هم اگر خیلی مایل بیشتر باشن بدونن میتونن برن روی سایت خود آقای رضا خلیلی و از اون سایت میتونن اخبار خیلی از این چیزها را هم که بعد میخوام برای شما دوباره بگم میتونن. ولی جالب اینه که شما نگاه کنید، اینها به قدری در این مدت از این وسائل و از این همه موشک ها استفاده شده، اما یک سوال اینجا باقی میمونه، تمام اینها که مال چین و شوروی نیست. سوالی که ملت ایران دارن که من در امشب برای شما از زندان های سیاسی که برای من فرستادن تا به این وقت همه این کار
را به هیچ عنوانی حاضر نیستن که در طول برنامه خدمت ورزن، یعنی جنگ بر ایران رو. سوالی که باقی میمونه که اینه که چطور اینها 11,000 دارای قدرتمندی وسائلی هستن که چه از نظر نوارهای مرزی آرژانتین شیلی به این برگرفته تا خود همون افغانستان و جریان عراق، اینها دارای اون قدرتی هستن که دارن طلب میکنن، یعنی جنگ میخوان. و این مسئله رو نمیشه به شوخی گرفت، چون وقتی در سایتی که کاملا مورد تایید بسیار صاحب نظران، من نمیخوام بگم دولتی یا غیر صاحب نظرانه، این مطرح میشه، پس وجود چنین موشک‌هایی وجود داره. و این کاری که حمله‌ای که اسرائیل میخواست به ایران بکنه و اون هم در این روزهای قبل از 4-5 روز مونده به ای، فکر نمی کنم یه همچین صحبتی جالبی بود که حالا بعد به این اشاره خواهیم کرد. بله، اینها به اندازه کافی نیروهای به صورت نظامی موشک ها یا مواردی دارن که می توانه از اونها برای شروع، همونطور که آقای خامنه‌ای رهبر این فرقه جمهوری اسلامی گفته، اینها داره. بله، و گفتن تا اگه ما احساس بکنیم زودتر ما دست به عمل میشیم. برای همین بود که این یادآوری شما بسیار جالب بود. اینا صاحب بله 11,000 دارن که 6,000 شد که خود اسرائیل هم تایید کرد که در لبنان و در سوریه خوابیده شد. در خدمتتون هستم. بله، ممنونم. اون ماجرای قرارداد ترکمنچای، اگر در اون مورد یه مقداری صحبت کنید تشکر میکنم. بله، منظور شما قرارداد ترکمنچای با چینه؟ والا من در شک داشتم اصلا با چین، ولی شما وقتی این رو گفتید مایل هستم که بیشتر ببینم که اوضاع و احوالش چگونه است. بله، الان خدمت شما عرض میکنم. بذارین از این رو از خود سایت بخونم براتون، شاید بیشتر مورد توجه هموطنان ما عزیز ما قرار بگیره. میگه آقا آیا واقعا چنین قراردادی با چین بسته این؟ اسمش هم از قرارداد ترکمنچای با چین. 3 سال قبل مطابق با یک قرارداد عجیب، دولت ایران درآمد حاصل از فروش نفت را نزد دولت چین در اختیار آن کشور می‌گذارد تا به عنوان پشتوانه ارزیهای خود خرید کالاهای چینی برای ایران استفاده کند. سرانجام اینو روزنامه آفتاب یاد می‌نویسه، سرانجام بعد از گذشت 3 سال یکی از زیانبارترین قراردادهای اقتصادی بعد از انقلاب با کشور چین برملا شد. 3 سال بعد مطابق با یک قرارداد عجیب، دولت ایران درآمد حاصل از فروش نفت را نزد دولت چین در اختیار این کشور می‌گذارد تا به عنوان پشتوانه‌های ارزی خریدهای کالاهای چینی از ایران را مورد استفاده قرار دهد. بنابراین قرارداد دولت چین علاوه بر آن که نفت علاوه بر آنکه پول خرید نفت ایران را نزد خود نگاه می‌دارد، مدیریت این پول را نیز به عهده دارد و خود این پول‌ها را به ارزهای مختلف تبدیل می‌نماید. یکی از نکات جالب و البته تأسف‌بار در این قرارداد این بوده است که دولت چین هیچ گونه تعهدی نسبت به نتیجه اقدام خود ندارد و اگر به خاطر تباسوی یا عمدی دولت چین بخشی از سود یا اصل پول ایران را با نوسانات نرخ‌های ارزی از بین ببرد، مسئولیت آن بر عهده ایران است. متوجه میشید آقای صبحی؟ بله. اما ترکمنچای بودن این قرارداد به اینجا ختم نمیشه. سایر مفاد قرارداد عجیب تر از جمله این که دولت چین برای افتتاح ارزی یا فروش نسیه کالا به ایران در حالی که پول نقد ایران را به عنوان پشتوانه در اختیار دارد اقدام به دریافت بیمه از ایران می کند که این امر عجیب و کم سابقه در بانکداری جهان است. این موضوع به این معناست که فروشنده در حالی که مبلغی بسیار بیشتر از پول کالا به صورت نقد در اختیار دارد، اقدام به کشیدن درصد قابل توجهی به روی مبلغ کالا به عنوان حق بیمه یا هزینه های ریسک کردن این مبلغ ها در سالهای قبل 4% بوده و احتمالاً در شرایط فعلی 2 برابری این رقم افزایش یافته که در مقیاس کلی میلیون ها دلار می شود، میلیارد ها دلار. محور سوم این قرارداد ترکمنچای عدم استفاده کامل ایران
از انبوه سرمایه کشور است که نزد چین سرمایه گذاری شده است و گفته می شود این رقم در حال حاضر از مرز 25 میلیارد دلار گذشته. به بیان دیگر 25 میلیارد دلار از سرمایه کشور طبق این قرارداد در اختیار دولت چین می باشد، اما به جای پرداخت سود به ایران از ایران مبلغ سنگینی به عنوان بیمه و ریسک هم دریافت می کند. برای مشخص شدن ابعاد زیان کشور از محل این قراردادها تنها به ذکر این نکته اخنده می کنی که اگر این مبلغ هنگو به جای سپرده گذاری نزد برادران چینی به خرید طلا اختصاص یافته بود، طی این مدت ارزش آن چندین برابر شده بود و علاوه بر آنکه اصل 25 میلیارد دلار موجود بود، حدوداً 50 میلیارد دلار دیگر که یارانه دو سال مردم است سود آیه ملت ایران میشد. به گزارش باستا هرچند مطابق قانون امکان افزایش محبرها سوال از ریاست جمهوری نیست، نمایندگان سوال کنند از احمدی نژاد در حاشیه سوالات خود به این موضوع اشاره کلی کنند. بریشه که از سوالات مربوط به عدم پرداخت بودجه مصوبه مترو از ذخیره ارزی که مسئولین دولت خالی بودن این صندوق را بهانه می کنند و اینکه برخی از زمینه ها از آن روشن شده است. متوجه شدید ترکمنچای چینی به مراتب از اون ترکمنچایی که بسته شد داغون کننده تر برای ملت ایران و مردم ایران. از اون قراردادهایی که تمام ضرراش به طرف ایرانه، تمام منفعتش به طرف مقابله و حتی شما اجازه ندارید بپرسی که این چجوری پول من رو شما دارید خرج میکنید یا چه سودی رو شما عاید میشید. وقتی کشور رو شما حساب کنید در اختیار یک سری ملا هست که نه تحصیلاتی در رشته های مختلف دارن، نه تحصیلاتی در رشته ها، اگه یادتون باشه بزرگشون آقای خمینی میگفت اقتصاد مال خره. امروز میبینید که چطور اینا مثل خر توی گل گیر کردن. معذرت میخوام چون این حرفی رو که ایشون زده بود جوابش همینم هستش. شما نگاه کنید حتی یعنی این ملت چجوری اصلا میتونه رو پاش بیسته. از اون ور میلیون ها دلار به این طرف میارن، رهبرانشون میدوزن و میارن. از این طرف قراردادهایی که میبندن به خاطر اینکه نمیخوان با جهان آزاد در ارتباط باشن، چون جهان آزاد یعنی نابودی فاشیسم در ایران، یعنی نابودی فاشیسم دینی در ایران، یعنی باز کردن درها به روی جهان آزاد و باز. خب وقتی نمیذارن جهان باز بشه، نمیذارن درهای ایران به روی جهان باز بسته بشه، خب جز این هم انتظاری نیست. این ملت زمانی که اگر بتونه از دست این رژیم بیرون بیاد، من فکر می‌کنم با میلیارد ها دلار بدهی کشور ما مواجه است. آقای سربی هیچ شوخی نیست. اینو بعد کارشناسان اقتصادی ما که در اینجا نشستن این مسائل رو بررسی کنن، از نظر کار سیاسی ما این مسائل رو بازگو می‌کنیم. بله این آقایون هستن که باید بیان و ببینن که از خود نقل از روزنامه‌های داخل چه بدبختی این آقایون دارن و چقدر آزادی خواهان ما در اون ور دارن صدمه همه جوره میخورن، هم مالن هم جانن، هم یک کشوری رو دارن به پرتگاهی میرسونن که آخرین امیدش دیگه یک نه امیدش آخرین کاری که یک جنگی هم به اون تحمیل کنن. در خدمتتون هستم. بله ممنونم از شما. اجازه بدید که من در رابطه با این ماجرای آقای پرویز ثابتی و اون گفتگو و اون کتاب، بحث‌ها و گفتگوها همچنین ادامه داره، از شما سوال کنم نظرتون چیه. حتی توی فیسبوک و وبسایت‌های مختلفی عکس یک خانمی رو به عنوان دختر ایشون منتشر کرده بودن که به نظر من کار اشتباهی هست. حتی اگه ایشون گناهی داشته باشه و مجرم باشه، به خانواده‌اش و اینها نباید مربوط باشه، مخصوصا اینکه مطمئن نیستن که اون به اصطلاح این عکسی که پخش شده عکس دختر ایشون باشه. ولی اون مسئله به کنار، شما درباره اصل ماجرا، اون آقای پرویز ثابتی، اون مصاحبه‌ای که انجام داده، کتابی که هنوز چاپ نشده و منتشر نشده، اگر صحبت و نظری دارید بفرمایید. بله خواهش کنم. ببینید یکی از چیزهایی که ما رو در جهان متاسفانه وقتی میبینید آقای نتانیاهو میاد یه همچین حرفایی میزنه، وقتی میبینید نمایندگان مجلس که من دائما در ارتباط با آقایون هستم در هر دو مجلسشون،
و گاهی وقتا واقعا ناراحت میشم. شما ببینید وقتی ما یک ملتی داریم که حتی در خارج نشستن و واقعا من این رو شرم دارم که بگویم و خودم رو جز و از اونها بگذارم و بگویم که فعال سیاسی هستم، وقتی که ما در خارجیم و هیچ حرفی حاضر نیستیم در هیچ مرحله وارد شیم، به خصوص بعضی از این تلویزیون ها که وابسته به هر حال یک سری دولت گذشته یا هرچی که میخواد اسمشو بذارید هستن، حاضر نیستن اون عقده های شخصی رو کنار بگذارن و مسائل مردم ایران رو مورد توجه قرار بدن. وقت شما چطور از آقای نتانیاهو انتظار دارید که بیاد و به ملت ایران توهین نکنه؟ اون رو چیز مسلمیه. چرا این کارو میکنه؟ میبینه یک آدم کشی که خود اسرائیل به صراحت نمیدونه در زمان شاه، چون بخش بیشتر اطلاعات ایران در دست اسرائیلی ها بود، این رو خود افسران ساواک هم میتونن بگن. وقتی میبینه که وقتی یک رژیم سقوط کرد، اون هم با 100% آرا یک ملتی اومدن به خیابون و گفتن آقا ما این رژیم رو نمیخوان، این رژیم دیگه تموم شده است برای ملت ایران، حال کار نداریم بچه رژیمی میاد بدتر یا خوبتر. حالا این اصلا میذاریم، اگر به ما این فرصت داده میشد که فرض کنیم شاپور بختیار بر سر قدرت بود، که ما دیواره این معقوله ها نمیشدیم و مردم حتی طلب بیشتر از این رو از خانواده پهلوی میکردن. ولی چون یک بدی رفته بدتر اومده و ملت و به خصوص قشر آگاهش در ایران که دارن میکنن، به این دلیل که امشب هم شما این سال عمل کردید، اتفاقا من یک برگه‌ای دارم که به مجرد که میشه در داخل بیشتر از خارج، خارجی که ما آزادی بیان داریم، آزادی داریم که با اینترنت کار کنیم، آزادی داریم که اینا سایت ها رو ببندن نمیان، همین الان من اخباری به شما هم دو تا بلاک نویسای ما رو به 6 ماه به خاطر تو این بر آقای خامنه‌ای گرفتن زندان کردن، اینجا که کاری به شما نداره. ولی یا شرم کنید، خجالت بکشید، به خصوص رسانه ها. چرا این رسانه ها میتونن هدایت مردم رو به عهده بگیرن، میتونن مردم رو گمراهی ببرن، که تا به امروز 90% اینها که ادعا میکنن رسانه های به اصطلاح سیاسی هستن، درسته کاملا در اهداف رژیم جمهوری اسلامی کار کردن. اگر بخوان من در 2 هفته آینده تمام این 10 سال کارنامه این تلویزیون ها رو میذارم جلوی شما و تلویزیون آپادانا و مردم بیان ببینن که اینا در اهداف رژیم چقدر کار کرد. خب وقتی به این مسئله میرسه دیگه ما انتظاری نداریم. یعنی چی؟ یعنی یک آقای به نام آقای به اصطلاح آقای پرویز ثابتی، یک آدم همپایه که سعید امامی، همپایه که آقای همین لاجوردی، کسی که در زمان شاه سابق جنایاتش در زمان خودش حدودا میتونم بگم درسته از اینها کمتر بوده، اینها جنایت کرده، اینها رو باید با رژیم هیتلری مقایسه کنیم، ولی اون رژیم رو هم که نمیتونی بگی رژیم پاک و ساده بوده. در ایران به مجرد که این آقا اشاره به این کرده که دیگه ایشون هم پاک شده، دیگه ما دیدیم شعبون بیمخ شد قهرمان ملی ایران به وسیله استبداد گذشته، براش قبر خریدند و براش نمیدونم کتاب دادن نوشتن، و آخه یک مرد بی مغز معیوب میشه قهرمان ملی ایران در مقابل مثلا جان پهلوان تختی یا آقای اسکندر فیلابی که درود برشون امیدوار زندن، کاری نداریم به کدوم دسته وابسته و بقیه، شد شعبون بیمخ قهرمان ملی. خب ببینید اینا انحراف فکری به مردم میدن. برگردیم به آقای پرویز ثابتی رو، باید از خود همون رژیم با کار نداریم چه کرده. الان یه رژیمی که در ایران مستقله، یه رژیمی که اومد جمهوری اسلامیه، شما که این همه جمع اونا رو میکشید، چرا شما که درخواست شاه ایران رو کردی؟ مگه خود بعضی آقایون به وسیله این آقا، نه همه تو به وسیله آقا شکنجه نشده؟ چرا جمهوری اسلامی تقاضای استراد این مردم ایران نمی کنه؟ حداقل استراد شو بکنه. بلاغت اونجا یا اینجا چرا شما آقایون به اصطلاح خانوم و آقایون، منظور از آقا وقتی میگم اینه همه که آقایون ما فعالان حقوق بشر هستیم، صحبت از حقوق بشری میزنی، چرا شما که وکیلم دارید و خیلی از گروه هاتون رو میدونم، چرا این آقا رو تقاضا رو میتونید به از دادگاه حقوق بشرشون رو بگیرن و محاکمه بکنن؟ مدرک ندارید؟ معلوم براتون مدرک رو میدن. 198 نفر هنوز حمله نشدن، حدود یک چیزی معادل با 3000 نفر هست.
198 نفر از زندانیان سیاسی دوران پهلوی ما شاهد شکنجه های ساواک هستیم. 198 نفر از شاهدان شکنجه ساواک با امضای نامه سرگشاده به صدای آمریکا در واکنش به اظهارات آقای ثابتی در یک برنامه تلویزیونی مبنی بر عدم وجود شکنجه در دوران مدیریت وی در ساواک خواستار فرصتی برای ارائه مدارک و شهادت بر وجود شکنجه سیستماتیک و جاری در بازداشتگاه‌های ساواک شدند. در این نامه آمده در برنامه افق شبکه فارس صدای آمریکا مبلغ 18 بهمن 1390 7 فوریه 2012 در مصاحبه از قبل ضبط شده با آقای پرویز ثابتی رئیس اداره سوم سازمان اطلاعات امنیت کشور ساواک ایران در سالهای قبل از انقلاب 57 نام برده ضمن انکار اعمال شکنجه درباره بازداشتگان و زندانیان سیاسان دوره کوشید که کارنامه جنایت شکنجگان سابق را محو کند. چهره آقای ثابتی به عنوان مقام امنیتی بر روی تلویزیون ایران هنوز از خاطره ها نرفته. پرویز ثابتی از آن زمان هم در توجیه سیاست سرکوب، قتل، شکنجه زندانیان سیاسی و گرداننده آن نمایش های ضد بشری بوده است. ما امضا کنندگان نامه که همگی ما همه شکنجه های دستگاه مدیریت آقای ثابتی را چشیده و شاهد صحنه های دامی بازداشت شکنجگان در اثر شکنجه در اتاقهای بازی آن دوران بوده ایم، گواه وجود شکنجه به عنوان واقعیت سیستماتیک جاری و رایج در زمان مدیریت آقای ثابتی بر اداره سوم ساواک هستیم و اظهارات او را در مصاحبه مذکور را کتمان آگاهانه یا کتمان آگاهانه حقیقت ها تلقی می کنیم. ما امضا کنندگان نامه که علاوه بر سیستم های رژیم شاه بنهای مختلف متعمل اقدامات تبهکاران جمهوری اسلامی نیز شده ایم، خواستار فرصتی از صدای آمریکا تنها برای ارائه جزئی انبوی از مدارک و حضور چند شاهد از میان صدها شاهد جهات شهادت بر وجود شکنجه ساواک و در بازداشتگاه های ساواک و ابطال ادعاهای آقای ثابتی و دایر بنده بوده شکنجه. از این طریق است که از صدای آمریکا می توانیم مانع از این برداشت شدیم که در اشاعه نادرستی و اجحاف نسبت به قربانیان شکنجه در ایران از جمله نسبت به امضا کنندگان این نامه صحیح بودیم. یادآوری این نکته را بر همه ضروری می دانیم که شکنجه بر طبق عهدنامه بین المللی من شکنجه و مجازات ها اهانت آمیز و غیر انسانی مسببه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهم سپتامبر 1984 جنایات بین المللی به شمار می آید و دولت های عضو این عهدنامه از جمله ایالات متحده آمریکا موظفند. یعنی چی؟ یعنی دولت آمریکا به جایی که از این همه جنایت قرار میاره و بچه جمهوری اسلامی چی در برنامه صدای آمریکا موظفه که مخالفین اینا دیگه مخالفین نیستن، کسانی هستن که شکنجه شدن بیاره در صدای آمریکا و بعد از اون دادستان آمریکا بعد حکم جلب آقای پرویز ثابتی رو به عنوان حقوق ضد بشری که این آقای حقوق بشری دامن ازش حرف میزنن ایشون رو ببرن زندان محاکمه کنن در دادگاهی بین المللی در دادگاهی حقوق بشری. این همه مدارک وجود داره. اگر در آمریکا اگر به یک نفر وقتی یک صدمه میرسه چطور شما همه دنیا رو با خبر میکنی تروریست 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 تروریست، اما یک این تروریست با نوع تروریست دیگه فرق داره. خب اینو شما برای ما فعالان سیاسی هم بگید بدونیم تروریست هایی که در زمان شاه آدم میکشتند و فرمان از شخص اول مملکت میگرفتن که خود ثابتی هم اشاره میکنه اینجا به جرم نیست، اما از یک دیوانه دیگه به نام خامنه یا خاتمی که دستور گرفته میشه این جرمه. دولت آمریکا کارهایی که میکنه زشته. من فکر کنم بیشتر همینی که در دنیای کالاتی شده که عدم اطمینان رو به وجود آوردن. چی ها به وجود آوردن؟ نه خود دولت آمریکا، نه رئیس جمهور آمریکا، این اشخاصی که چه در صدای آمریکای ایران نشستن، چه در رادیو صدای آمریکای افغانستان نشستن، چه در رادیو صدای عراق نشستن و امثاله ها.
شما یک مرد جانی روانی دیوانه ای که ور میداره بالای 5 نفر از دقیق شکنجه های وحشتناک میکنه، آیا جاش این تو صدای آمریکاست؟ این روزها بله، جواب این، این روزها جای آقای گنجی ها، نوریزاده ها، ثابتی ها و امثال هم در صدای آمریکا، جای مبارزین ایران که نیست. ولی من روی سخنم با اون عزت که 34 سال ما رو اینجا نگه داشتم، این رسانه هایی که دائما به نفع اینها و به نفع این سری گروه ها صحبت میکنن و نمیذارن مردم واقعی ایرانی که دارن اونجا هنوز توی زندان ها دارن شکنجه میبینن و درده میبینن، خب اون شکنجهگر ایران لاجورد یا الان اون سعید امامی یا الان این سعید مرتضوی وقتی میبینه یه آدم همجنس خودش، آدم کشی از دست خودش، متجاوزی از دست خودش، وقتی شکنجه رو کرد میره یا به اسرائیل قایم میشه یا میره یه کشور دیگه 20 سال بعد اگه زنده بود، تا اون موقع که هرچی ایران رو چاپیدن رو میارن و میخورن، بعد 20 سال هم یا چی میگه؟ همین سعید مرتضوی یعنی شاده، یعنی خوشحال حقیه که آقا چیزی عوض نشده، من رو تجاوز کردم، زهرا کاظمی رو کشتم، بقیه رو که دیگه نمیدونن. حالا وقتی هم افتاد یا میرم اسرائیل یا میرم عربستان، هر دو اینو را میدم الحمدلله، یا میام آمریکا. نه که فکر کنیم من اسرائیل رو میگم، نه اشتباه نکنیم، از این نظر که ایشون در اسرائیل بود و دارم میگم، وگرنه خیلی اونا در عربستان سعودی رفتن، همین شکنجه در همین رژیم. من اسمشون رو در هفته های آینده با این که نمیخواستم یه مقدار میخواستم مسکوت نگردم تا رژیم بیافته رو شما میدم. یعنی پس چی؟ یعنی هیچ فرقی بین این شکنجه‌گران، یعنی آقای ثابتی که برفرض این آقایون که اسم اصلی و حقیقی و حقوقی دارن که شکنجه شدن، اینها هیچ فرقی ندارن با این بده این آقایون زندانیان ما در ایران، که چرا دارن؟ همداشون در یه چی مشترکن، یه حداقل مخرج مشترکی دارن با اون که هر دوشون، اونها به وسیله سعید مرتضوی و سعید امامی و به وسیله سازماندهی دکتر لندنی و بقیه که اینا رو میارن و جا به جا میکنن و میبرن، و همین آقای گنجی که در آمریکا نشسته سپاه پاسداران درست کردنش که تنها نبوده برادر من، یکیش برگزاری دوم رژیم جمهوری اسلامی بوده، یکیش زندان سفارتخونه ترکیه بوده که تو گونی میکردند، اون آقای وزیر امور خارجه سابق منداخت تو گونی میبرد ایران. در بعضی موارد ما با مجاهدین یه مسائلی داریم و اون کشتن انسان ها به وسیله اینا، چرا سازمان مجاهدین خفقون گرفته؟ من نمیدونم این چه سیاستیه. شما چرا میذارید آقای پرویز آقای قراردادی در پشت پرده ها دارید امضا میکنه؟ اون یه حرف دیگه، مگر نه خود مجاهدین هم در اون دوره به راحتی که من میشناسم 20 نفر از اونها رو شکنجشان وسیله خود همین آقای پرویز ثابتی. ایشون باید را بره بگرده و بیاد در تلویزیون آمریکا بشینه، ساختمون سازی در فلوریدا انجام بده. خب بابا آقای سعید امامی، آقای سعید مرتضوی، شما ناراحت نباش، تا میتونی ایرانی رو بکشه تجاوز کن، بیشتر از این تجاوز کن، هم از ارباب آقای خامنه ای حساب کتابتو خوب میده، همین دولت ها هسته، فوری هم بیا این رو به امریکا. من جاد باشم هاست آقای سعید مرتضوی، از حالا میرم پاسپورت رو به نام دیگه میگیرم، بعدم صدای آمریکا که مرکز دیگه برادر من، بلند شو بیا رو به آمریکا، بیا صدای آمریکا، حتی الان نه، بگه در 20 سال از وقتی گذشت الان بخور شکنجت هم بده، تجاوزت هم بکن، کسی هم به زنت نگاه کرد با تیر بزن بکش مثل بلاهی ها، فرقی نمی کنه. اینها دست شما رو با گذاشتن تو جنایت هر کسی. من ادامه اینو من بدم و بقیه شدن بسیار آقایون دیگه که امیدوارم جلو این جرا، خب ناراحت دیگه نشید اگر آقای نتنیاهو میاد میگه که همچین چیزایی رو، وقتی شما که به عنوان فعال سیاسی جست نظرت بخواب احمقانه در تلویزیون ها میگیرید و میشین حلاج دوران خاتمی رو میکنید، همین این سیاسه اینه که شما بشین با اون جستای نمیدونم واقعا شرم آور این همه زندانی سیاسی ماده از چی؟ اونم از خاتمی؟ شنیدم دوستی میگه آقای مهندس مشیری، درود به روانت مهندس مشیری، بهرام مشیری درود به اون شیری که تو خوردی،
فرقی نمی کنه بین کیانوری و این خاتمی، جفتشون کسانی هستن که بدبختی رو آوردن. امثال هم دکتر نوری زاده ها که در تلویزیون ها و رسانه ها اینا رو راه رو برای اینها وامی کردن، کسانی که جز خیانت این هزاره ی افغانی جز خیانت به ملت ایران کاری تا به امروز انجام نداده. خب ما وجود ما بدبخت اینه که 34 سال اسیریم، اسیر این جونورا هستیم که هم چه در داخل هم چه در خارج، هم این که آدم کشهای قدیم سینه صاف کردن اجازه به خودشون میدن بیان با رسانه دولت آمریکا صحبت کنن، جایی بسی شرم برای دولت آمریکا، برای دولت آقای برک اوباما بسی شرم که متجاوزین به ناموس یک مردم یک کشوری رو شما فرصت میدید که بیان صحبت کنن، شما جواب اینها رو بده صدای آمریکا برات فرستاده، وظیفه شما مردم من بی عرضه هستیم که میذاریم هر بی شرم و بی شرفی پاشو بعد جنایت هایی که در اون کشور میکنه به خارج بیاد. برادری که روبی الان در آتلانتا نشسته، آیا یکی دون برداشتید یه اعتراضی به دولت آمریکا بکنید که این مردی که اینجا چی میخواد با این پولا رو؟ اون بچه جوون حق داره، اون آقای فضائل عزیزان که اسامه اینا رو میاره میگه به شما رو میکنه، ولی شماها بعد که ایران آزاد چجوری بخواد ایران آزاد چیه؟ اصل مراجعین و اصل فرزندان ما که یا تو زندان هن یا تجاوز شکنجه به وسیله آقای پرویز ثابتی یا به وسیله آقای سعید مرتضوی میشه، این بیچارهایی که بی آبرو زنده به گورشون کردید در ایران. در خارج هم که امثال تلویزیون‌ها دیگه من نام نمیبرم، بخودتون بهتر میشناسید چه جونورایی دارن چه میکنن، ولی صدای آمریکا موظفه به این نامه جواب بده. در غیر این صورت من از شما مردم میخوام که خود منم نفر اولش، بگذارید یه وکیلی رو اگر حداقل یک تلویزیون میخوایم این رسانه آپازانا، از رسانه آپازانا بخواد یه وکیل در اونجا وکیل ملی بگیره، سرمایه هاشو همه میذاریم ما ملت ایران با هم، این آقایون رو ببرن زندان، نه صدای آمریکا. از آخر شرم بر من اومد وقتی شنیدم که صدای آمریکا مصاحبه‌ای با این آدم خور آدم کش جانی کرد. به ادامه این همه بخونم براتون و بعد مذارت با حالت اینه که من هم خیست پیدا کرد بیشاره، اینه که من شرمش شد برق کرد. وای که چه می کنن به این ملت ایران، وای که چه می کنن، چه کشورهای خارجی و چه از کشورهای داخلی، چه از مردم خودمون. متاسفانه وقت اسم خودشون رو ایرانی می سنن. بله میگه یاردنی را دارنده که شکنجه بر طبق عهدنامه بین المللیه من شکنجه و مجازات ها اهانت آمیز و غیر انسانی مسببه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر 1984 جنایات بین المللی به شمار می آید و دولت عضو این عهدنامه و از جمله ایالات متحده آمریکا موظف است کسانی را که در صدور دستور یا عمل شکنجه نقش داشته اند هرچند که ملیت خارجی داشته در خارج از قلمرو آنان مرتکب آن جنایت شده باشند در محکمه خود مورد پیگیری قانونی قرار دهند. رسانه‌های خبری در کشورهای دموکراتیک هم همواره در کشف حقیقت و معرفی جنایتکاران سهم بسزایی دارند. ما منتظر اعلام تصمیم شما در پاسخ در درخواست ما هستیم. اینو به صدای آمریکا دادن. صدای آمریکا تا زمانی که نشه من خواستن هر هفته من این رو بخونم و من این کار رو ادامه خواهم داد و دیگه کوتاه نمیدم، دیگه نمیذارم فردا سعید مرتضوی رو بذارید بیاد اینجا، دیگه نمیذاریم آقای کروبی حسن کروبی اینجا باشه با همون دار دستایی که براتون رفتن در لندن نشستن و خط سبز رو وجود آوردن. شما مردم نمیدونید در پای سر شما چیه میکنن و وسیله رسانه ها هست که شما رو مطلع کنن. متاسفانه چون اینها جزی از اون سیستمه اینا که اختیارتون بذاره، اما من برای که این نامه کامل بشه و اگر خواستید از سایت منم میتونید برید اینا در بیارید، اینا اجازه بدید من فقط چند اسم با احترام: آذرافروز ناصر، آذرافروز حسن، یعنی دو تا برادر با هم مثل نوشید، آذرنوش رسول،
آرکلیس ریش، یعنی ارمنی هم داشتی، تناف ارمنی ایرانی داشتی، اشتباه نکنید مثلا اینا فکر کنید، چون یه دیر روز در یک برنامه بیدم که میگفت بهایی ها ستون کار رو دارن و به مسلمان ها تجاوز میکنند و نمیدم اون جریان ها زمان ستمشاهی. anyway، آذرگر محمد، آلدوش مرتضی، آهو قلندری پروین، ابراهیم زاده باقر، ابراهیم زاده مهدوی، ابراهیمی داوود بر اسم الف با نوشته شده، احمد زاده مسدود، احمدی فریدون، اخوان بیطرف محمد، اسلامی الهه، اسلامی مهدی، اعظمی محمد، افروخته ناری، اکرمی رضا، اردبیلی محمد، امام حسام، برعکس من بهتون، احمد امامی، بهمن امینی، هادی امینیان، حسین انبار حقیقی، عباس انبار حقیقی، رضا براهنی. دیگه من دیگه وقتی اسم آقای دکتر رضا براهنی میفته فقط جای اینو دارم که سرمو پایین بیارم. و خیلی از کسایی که بعضی اونها رو شما میشناسید. به هر حال اینی هست که صدای آمریکا موظفه بر اساس اولا قراردادی که داره به عنوان یک رسانه، به عنوان یک رسانه که صدای اون میره، اجازه این رو نداره با کسانی که اسمشون و با اساس پرونده، حالا دو رادیو صدای آمریکا میتونه با کلاش بیان بگن یا به ملت ایران اگه خواست، از اینا مردم ایران که آدم حساب نمی کنن، اینا بخشی هستن که دارید میبینید، ما هستیم که خودمون رو آدم حساب میکنیم. اینها اگر نیان به طرف مقابل بدن، من از آقایون از 198 امضا به اضافه 2000 امضای دیگه تقاضا میکنم با دفتر من تماس بگیرید، یا تلفن داروخانه هم که اینجا براتون میگم، یا ایمیل من هم هست، هر کاری که من بتونم بکنم بر هر چیزی که علیه مردم کشورم، حالا یه جنگ بین دو کشور یه مسئله جدا، اما کسی که علنا اومده تجاوز میکنه به زن و مرد و دختر و پسر ایرانی، بعد یک رژیمی میره، حالا من نمیخوام وارد اون بشم که بشه، بعد اجازه میگیرن از نماینده اون رژیم سابق که امروز روی کاره که این آقا میخواد حرف بزنه، اون نماینده اجازه میده، حالا خود شازدست میخواد پسر شاهه چه میدونه هر کی هستش، وقتی اون شخص هم اجازه میده نمیاد محکوم کنه بگه در زمان پدر من توی آدم کش، این همه آدم امروز تجاوز قرار دادی، بعد میگن چرا شما میلیون با ولایت فقیه ها با ولایت استبداد بدید، آیا نتیجه چه؟ هرچی استبداد در ایران تجاوز ملت ایران کرده، یا شخصا کرده یا مالا کرده، یا هر دو رو با هم، هر دو ریشی، چه گذشته چه به امروز، چرا امریکا شما موظفید که جواب این نامه رو بدید، براتون اومده چندین بارم مونده، تا زمانی که ندید من هر هفته اینو میکنم، شدین چاره ای هم نده. مدرد بخوام جناب آقای سرگی سوال بعدی رو بفرمایید، در خدمتتون هستم اگر سوالی هست. ممنونم از شما، چون شما گفتید که مردم یا بیننده ها و شنونده ها از هر دو تلویزیون آپادانا و مردم تیوی میتونن با شما تماس بگیرن، اجازه بدید من شماره تلفن های تلویزیون مردم رو بذارم که اونها بتونن تماس بگیرن و پیام بذارن، من اون پیام ها رو برای شما میفرستم، ارسال میکنم که شما جواب بدید، یا با همون ایمیلی که الان زیر تصویر شما هست دوستان تماس بگیرن و به اصطلاح با شما ایمیل من هست، دوستان من بذارید، شما ایمیل منو بذارید، من این سایت رو برای هر چیز دوست بستم و از هم بکی ایرانیان میخوام دوستان به من نوت بفرمایید که ببخشید نام این آدرس وبسایتتون هست؟ بله، همون به اصطلاح ایمیل منو بذاری. ببین مردو، موضوع جریان یک نفر یک دو نفر نیست، مسئله ملت 34 سال اسیر این رژیم بوده، 50 سال هم اسیر اون رژیم بود، جمعاً در این آخری شما حساب کنی 80 سال از این ملت سواری گرفتن، بیچارگی گرفتن، آدم گرفتن، جنایت گرفتن، بعضی از کشورها نشستن، تازه حالا طلب چی میکنن؟ طلب مثل که ارث گذشته‌ای که ما به اونها بده کار نیستیم متاسفانه، البته دولت ها میکنن، شما حساب دولت ها رو با مردم ها کنار بذارید، مردم امریکا، من دارم این کشور زندگی میکنن، مردم امریکا که چیزی نمیدونه، ولی آقای دولت آقای برک اوباماست که
اجازه میده به سازمان رادیو وزارت امور خارجه است، خانم هیلری کلینتونی که این اجازه رو دستور میفرماید با جنایتکار آدم کش. من فقط سوالم از خانم هیلری کلینتون اینه، فرق این با یه القاعده ای که به 10 نفر رو میکشه چیه؟ این که آدمش هم کشته، جنایتش هم کرده، 3 نفرم 8 نفرم ایال حاضر زنده نامه ای رو برای شما برای وزارت امور خارجه تو فرستاد خانم کلینتون. بعد شما میگید که چرا من نمیفهمم اینها با ما بدن. خب این نتیجه اعمال یک دولتیه. ببخشید در خدمتتون هستم. بله من ممنونم از شما. اجازه بدید که آقای ثابتی و رژیم شاه رو رها کنیم، بریم سراغ ملاها و آقای بهزادیار رئیس اتاق بازرگانی. در این قسمت اگر شما نظری دارید بفرمایید. بله اتفاقا سوال بسیار خوب دیدم که اجازه بدید که بنده خدمت شما هستم. بله آقای بهزادیان که رئیس اتاق اصناف هستن خیلی جالبه. ببینید کارهایی که بعضی وقتا میکنن بعضی از دولت‌های دوست و کسانی که ما میدونیم این دولت‌ها همیشه با ما در طول سالیان دراز میشه گفت در این به خصوص 200 سال آینده آمریکا و در طول 1000 مردم اسرائیل وجود نداشت ولی مردم یهود و مورد احترام ملت ایران در کنار هم بودی. ببینید شما الان اومدید در چندین هفته است بر اون گذاشتن، من عقب این میگردم اینو پیدا کنم که بلکه بتونم این سوال شما رو جواب بدم به طور کامل. اتاق بازرگانی هند اومده میگه که چی؟ میگه تو قوانین سازمان ملل بر این هستش که ما تجهیزاتی نمیخوایم به کشورهای دیگه به ایران بدیم. ملت ایران الان در مضیق غذایی، در مضیق دارویی و نیاز داره که ما این کار رو انجام بدیم برای این کشور و سازمان ملل و حقوق بشر هم این رو اعلام کرده و دولت آمریکا ما در سفیر ما در واشنگتن این نظریه رو به دولت مطبوع دولت آمریکا رسونده و گفته که ما که قصد از این نداریم که هیچ گونه محموله تحت عنوان حتی یک پریز الکترونیکی به ایران صادر کنیم، اما از نظر غذا و دارو باید این رو بدیم. خب این همه محاصره اقتصادی کرد که ما نگاه میکنیم در پشت این در ما خیلی دوست داشتم آقای دکتر عقیلی پور هم بیشتر این موارد رو برای مردم هم جای دیگه نمیرم این صحبت رو بشه بلکه این آقایان بکن. شما نگاه کنید از یک طرف این همه محاصره شد یه ملتی رو در حداقل در این 7-8 ماه به بدبخترین شرایط بردید، الان هند از اون ور وارد شده و میگه ما غذاشون رو میگه ما اصلا پولم به دلار نمیخوان به روپی میگیری و 45% از پول نفتی هم که بده کار بودیم بی حساب شدیم. بقیهش هم الان داره اینو بهتون میگه بعد چی میگه که آقا بقیهش هم ما یا روپی میپردازیم نفت میگیریم به جاش مواد غذایی و اونو به ملت ایران میدیم. خب یک رژیم خونخوار آدم کشی مثل این رژیم جمهوری اسلامی مشکلش چیه؟ نفتش که داره میفروشه، مورد غذا و محتاجای غذای روزمره این ملتش رو داشت دیگه، نه ملتش رو اشتباه نکنه مردم ایران رو، چون این اصلا علاقه به کلمه ملت یا ملیگرایی یا مردم ندارن. این هم که خب چی شد یه تو دهنی دوباره خورده شد به کشورهای اروپایی و آمریکایی. هرچی که اینجا کمه برنج و ادویه و نمیدونم گوشت و همه چیز رو هندوستان داره میاره. بازرگانی هم گفته ما قبول میکنه ولی میدونه چقدر به ضرر ما شد. کاری که اینها دارن میکنن یک جا همون که بالای مدشن بود ترکمنچای رو حراج ایران رو گذاشتن برای اینکه یک مش آدم عقب مونده روی کار بمونن که حالا من نمیدونم چه لذتی از این قدرت هست که اینها میخوام بمونن. یک کشوری رو اینها به حراج گذاشتن و من نمیبینم آخه پس شیشن این آقایون اهل سیاست رو که دائما دنبال ریاست جمهوری و پادشاهی و چرندیات میگردن. ملت امروز اونجا درگیره، ملت امروز سایه شوم جنگ رو سرش داره، از این ورن دارن انبالش دارن تاراج میکنن. بله قرارداد با هندوستان هم بسته شد در روز خدمت شما اگر اجازه بدید 20 اسفند 1390 ساعت 13:40
خیلی وقت در کتابی در این برای من نوشته بودم که بله روابط بله 45% رو بخشیدن و تقریبا هر روز این قرارداد هم بین هند و ایران انجام شد. در خدمتتون هستم. من ممنونم از شما. شما اسم آقای دکتر عقیلی پور رو بردید. من برنامه‌م این بود که در قسمت دوم برنامه با ایشون صحبت کنم. این اگر... مطالب خوبه که ایشون بسیار واردن، بسیار مرد فضینی هستن و در این مسائل به راحتی و به زیبایی میتونن اتقای کلام کنن، حفظ کلام رو ادا کنن. البته من اگه شما اجازه بدید جبهه ملی اعلامیه داده که آقای مهندس کوروش زعیم رو در دادگاه انقلاب دوشنبه ساعت 12:17 دوباره اقدام علیه امنیت ملی و علیه رژیم به این مسائل دوباره ایشون رو درکنم آقای و امیدوارم که آقای دریادار و کسانی هم که در این مورد الان دارن کار، آقای دریادار آریانپور هست، آقای دکتر برجاوند هست، آقای عباس امیر انتظام هستن که الان دارن داره بازسازی جبهه ملی رو به نوع جدیدش دارن انجام میدن که درود میفرستم به تمام این پیش نسبتان و بزرگان و به خصوص و به خصوص آقای دکتر مرتضی میرافتادی، این استاد بزرگ بنده و منده همیشه حفظ استادی ایشون را گردن خودم فراموش نمی کنم. اما قبل از اینکه بنده از خدمتتون برم، این رو برای شما من یادداشت کردم، از زندان در ایران خواستن که این کاری رو که آقایون حمله بله نوشت آقای ابوالفضل آبدانی، آقای حسین رونقی ملکی به بلاگ نویسی، آقای شاهین زینعلی که بیشتر آقایون رو میشناسن هم از طیف ملی یا فایناریست هستن و مسئله که وجود داره به اضافه 209 در از بند بخش 209 زندان ادین به اختفاق 69 نفر دیگه از کسان در کار سیاسی که میتونستن چون این رو بنویسن، به اتفاق همین حرفی رو که ما میزنیم و اونها هم در حقیقت اونها هستن که راهنمایی رو میکنن، این دوستان از زندان به اتفاق بقیه آقای عباس امیر انتظام و بقیه خواهانه که جنگ هیچ کمکی نه تنها به رهایی ایران نمیکنه و ما نمیتونیم رها بشیم، بلکه حمایت و کمک به رژیم میکنه که سر جاش بمونه و این رژیمی که از این توشه میسازه، از این جریان جنگ و این رژیمه که آرزوی اینو داره که هر چی زودتر جنگی بشه و بتونه بیشتر موقعیت خودش رو حفظ کنه و سرکوب آزادی خواهان رو بیشتر کنه. از زمانی که این صحبت ها رو اسرائیل کرده، سرکوب و بگیر بگیر در زندان های ایران بیشتر شده، بیشتر گرفته. اینه که میگیم نامسئولانه آقا بعضی کشورها یا صحبتی رو میکنن در پس پرده که بنده و شما از آن اطلاعی ندارین، یا صحبتی رو میگن که تماما در اهداف جمهوری اسلامیه و حمایت از جمهوری اسلامیه. جریان جنگ چیزی به در جمهوری اسلامی نیست. من امیدوارم اینجور مسائل نکنید، بیشتر جوانان ما را به این در ایران میبرید، فعالان سیاسی ما را به این میبرید در ایران، که به هر حال خوشحالم حداقل در این هفته این مسئله جنگ تغییر نوعی داد و کمتر داره، ولی خب این جنگ خواهد بود، ولی من امیدوارم که نباشه. امیدوارم حداقل اگر میخواد جنگ کنید نگید، یه که من نمیدونم چی نوع جنگی که شما میگید، دوم شما جنگ با ملت ایران ندارید، شما اگر جنگی دارید با رژیم جمهوری اسلامیه و بعد برمیگردیم سر یک سری مسائل که شاید اگر شد اگر دوست فرزانه ایم آقای دکتر عقیلی پور بیشتر راجع به این تومار استر و بقیه این جریانات تاریخی ما که امروز اومده بیرون، هیچ اشاره به اون زمانی که یهودیان عزیز ما درگیر و دربند بودن تا زمان رژیم ستمشاهی هیچ گونه، یعنی خود من به راحتی بگم اصلا تمام دوستان من کلیمی هستن، اصلا اینکه این کلمات مذهبی بین من دو چشم پزشک من کلیمیه، دوست صمیمی من کلیمیه، دکتر که با من همکاری میکنه کلیمیه، من دوستان که افت میخوام فامیل ببرم، تمام دوستان پدر خدا بیامرز من همه کلیمیه. من نمیفهمم این داستان چی که این روزها رو انداخته شما و یه اهانت به ملت ایران میکنید. برای در خدمتتون هستم. اگر من ممنونم. حالا که شما صحبت میکنید بعضی از دوستان تماس میگیرن اینجا و از من میپرسن که آقای احمدیان کلیمی هست، میگم من هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم از کسی بپرسم چه دین و... من اسمم هست سید بهمن احمدیان. اگر خواست بکنید
هفت بغلم اون پدر بزرگ ما که پاره کرده ولی پدر ما بلن سیاسی بودن نگه داشته، هفت بغل ما به یک مرد عرب میکنه. مخواستید این رو بدونید براتون بگم. اما اینها مهم نیست. موضوع من بهایم، کلیمیم، مسیحیم نداره. ما انسانی، ما اگر یک کوچکترین چیز به یک انسان حتی در نوار قصد بیفته، اون نوار قصد مسئولین همه شادگیر اعدام کنه. ولی اون مردم دیگونه هایش چه کشیدن؟ شما اگر یه بمبی برید در ترابیل که دوباره شروع شده و راه خد افتاد در چند ماه آینده خواهید دید، اون اجازه نداری تو مردم بیگناه کلینی رو از بین ببری، چون این کلینیه. آقا شرم دارم خوب چیزیه. یا شما هم به خصوص مسلمان ها بین ببرید. شما اگر جنگ هایی با هم دارید، هم به جمهوری اسلامی میگم هم به اسرائیل میگم، اگه تو زورت میرسه مردم رو نکش، برو دولت اسرائیل رو پدرشی در دولت اسرائیل. اگه تو زورت میرسه برو مردم جمهوری اسلامی رو نابود کن، ما هم باهاتیم. شما اگر در نابودی این رژیم قدم تو جلو بذاری، اولین چیز خود من. منظورتون اعلام براندازی جمهوری اسلامی، ببخشید شما منظورتون دولت ایران بود، گفتید مردم ایران، گفتید دولت ایران. ببخشید غلط کردم، هنوز اون درجاتی نرسیده. مثلا مردم قتل شدن. حالا بس. که صحبت از ایران و اسرائیل شد، نظرتون در رابطه با روابط ایران و اسرائیل چیه؟ روابط ایران و اسرائیل همیشه خوب بوده. تا زمانی که مثلا اگه شما نگاه کنید میبینید که زمانی که اسرائیل اومد برای همچه پاکستان، اشتباه نکنید، پاکستان هم که اومد خودش رو جدا کرد، ایران اولین کشوری بود که پاکستان رو به رسمیت شناخت. اسرائیل یه فرق دیگه ای داره. ما با مردم که آخه این اصلا من واقعا شرمم میکنه این حرفا رو میذارم، ما در کشورمون کلمی مسلمون تا اونجایی که من میدونم نداشتیم. ولی روایتی رو برای شما من بکنم بد نیست. اول شما بدونید چون شهر پدری من کاشان هست، آقای دکتر برجیسا، آقای کاشانی ها و بقیه یک سری دیگه چون اسم در ایران هستن نمیخوام به اسم ببرم، اینها همه مورد احترام مردم اون شهرها بودن. مردم اون شهرها، من یادم میاد آقای دکتر برجیسا چه پرویز چه اوشنگشون بسار بود، همسن پدر من، نمیدونم آقای زنده هستن یا نه، در سانجلس زندگی میکردن. مردم اون شهر پدری من وقتی این آقایون در تهران بودن برای معالجه پیش اینها میمدن. اصلا ما مفهوم کلیمی مسلمون رو ما نمیفهمیدیم که این روزها نقل ماب شده از زمانی که آقای جیمی کارتر این رژیم منفور آدم کش جنایتکار رو آورده روی به قدرت رسونده. اینها رو ما بعد ایرانی ها، ما به خاطر اینکه یه چیز رو بهش میبالیم و اون منشور سازمان مللیه که کوروش کبیر در 2500-3500 گذشته، ما ایرانی به خودش اجازه نمیده خواهان مقبیج ایرانی باشه، چه مردم دنیای دیگه باشه، چون دین چیز دیگه ایه. آخه از هندوستان یاد بگیری، 400 دین در اونجا از بول گاو میپرستن تا مسجد موشها رو. آیا شما دیدید اینا غیر از مسلمان ها که در اونجا اصلا با اینا بدن با اینا رو میکشن؟ یه برگردی تو همین سایت ها دیگه، این روزها اینترنت هست دیگه. در هندوستان سیک ها مشکل ندارن، سیک ها و هندوها با هم مشکل ندارن. سیک ها با خود به اصطلاح اون سیک و هندو و بودیست، با بودیست هم مشکل ندارن. همه اینا با یه مشکل نام اسلام در اونجا باز اینا مشکل دارن. باز اینم برای ما نیست، ولی میبینید کشوری مثل هندوستان 400 تا دین بیشتر داره درش زندگی میکنه. حالا چه دستایی هست، چه کاری هست که ما باید ضد کسانی که اگر ما اگر اون بخشش رو بگیریم که ما مسلمان هستیم، اگر اون بخشش رو بگیریم که مثلا قرآن رو قبول داریم، قرآن یکی از این چیزاشون که شما حضرت موسی و عیسی رو قبول کنی، ما کانادم اونا رو قبول داشته باشن یا نبا، ولی در کتاب ما اومده که حضرت موسی رو بهش میگن کلام الله، حضرت مسیح رو میگن روح الله. این در کتاب ما اومده، ما نمیتونیم به پیروان اینا بی احترامی کنیم، چون یکی از ایناش اینه شما به جهنم میره. مثلا اینه دیگه، بهشت و جهنم آخر هر دینی به این خط میشه. آخه چه تو شما به خودت اجازه میده آقای رئیس جمهور حرفای چرندی مثل بزنی که اسرائیل رو به این بره؟ خب وقتی شما این حرفو میزنی، اون آدم دیگه انتظار از اون آقای مثل نتانیاهو نداره. باز میگه من یه فرق بین احمدی نژاد دیوانه با یه رئیس جمهور اسرائیل میذارم، ولی وقتی میگه ای نه، مثل که ترازوی یکیه، هر دو دیوانه، ببخشید
هر دو میخوان مردم همدیگه رو بین ببرن. خب در قاموس کلام یک ایرانی هر کسی که میخواد انسانهای دیگه رو بین ببره جایی نداره در اون لغتنامش. ولی هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه. برای همینه ما انتظار نداشتیم از رئیس جمهور و دستاندرکاران اسرائیل چنین مطالبی رو علیه ایرانی به کار ببرن. چون میدوارم این هم میدونم اشتباهی شده و خودشون تصریح میکنن، چون ملت ایران همیشه پشتیبان همه ملت های ضعیف جهان بوده، جز به امروز که خود ما در شرایطی قرار گرفتیم که امیدمون این بر این بود که اگر روزی ما ملت هایی رو کمک کردیم به جای جواب تنکیوی انگلیسی یا مرسی ایرانی یا الشکران عربی یا مرسی فرانسوی بگر آقای ملت این زمان ملت بزرگی بودید، بعد جای ما به دامش انداختیم، خودمون به دامشون انداختیم، دیگه امرو بعد از 34 سال کمک کنیم ملت بزرگ برخی زرباز میبینیم نه نفع کمر به قتل بسته در شب ای پیغام بوم بر ملت ایران میدن. خب این بخشیدنی نیست. ولی بنده کی هستم که نبخشم یا ببخشم؟ ولی به عنوان یک ایرانی اجازه رو نمیدم که کسی راجع به مردمان سرزمین من چنین صحبتی رو بکنه. همینجور که بازها گفتم و بازم میگم، شما دشمنتون جمهوری اسلامیه. اگر زورتون میرسه که میگید ما قوی هستیم از نظر اینتلیجنت و از نظر نمیدونم آرمی و میسائل و نمیدونم دیگه دنیا رو داریم، به زبان خیلی ساده، بنده البته جز اون دسته سیاست مداران نیستم جلوی تلویزیون بشینم و یک کلماتی بگم که نه به درد مردم میخوره نه اینکه مردم رو گمراه کنم و نه علاقه به مسائلی دیگه دارم. مسئله ما امروز اینه، ما نیازمنده هم اسرائیلیم هم آمریکاییم هم لندن هستیم. از تمام کشورهایی که قدرت در ایران دارن و میتونن این ملت رو رها کنن، من امیدوارم در این سال نو پیامی که آقایون اسرائیلی رهبران اسرائیلی به ملت ایران میدن در سال نوی نوروز 1391، امیدوارم پیام بزرگان اسرائیل برای ملت ایران حمایت از ملت ایران باشه. تا روز سه‌شنبه چهارشنبه امیدوارم که صدای بنده رو به عنوان یک ایرانی بشنوند و امیدوارم که رهبران دنیا حمایت خودشون از ملت ایران، ملت ایران هم جدا بندی نکنید. من یادم میاد یکی از این سخنرانی های یکی از این بحثا بود، دو دفعه بارهای من گفتم با دوستان اسرائیلیم، جنگ ما وقتی شروع میشه که ما از دست این رژیم خونخوار آدم کش اسلامی نجات پیدا کنیم. بعد از اون ما تمام ایرانیانی که به اسرائیل رفتن میخواییم برگرده به کشورشون. ما تمام کلیمیانمون و غیر کلیمیانی که نه به اسرائیل حتی به امریکا و اروپا رفته باید برگردن به مملکتشون. مملکت مالی فرقه مسلمان یا بهای تنها نیست، مال یک زرتشتی نیست، مال یک کلیمی نیست. در آینده تمام میگم مشکلی ما گفتیم از دولت اسرائیل در آینده اگر پیش بیاد همینه که ما هرچی کلیمیان ما مثل بقیه مسلمانی که اگه مذهبی این رو در طبقات مذهبی بگذاریم از کشور خارج رفته باید هم برگردن تو مملکت شد به میل خودشون دیگه برن، نه با زور جمهوری اسلامی. و امیدوارم به روزی برسه دوباره ما بزرگان تجارتمون بودن کلیمی برگردن به مملکتشون بعد از رفتن این قوم ظالم. در خدمتتون هستم. من ممنونم از شما، از شما تشکر میکنم. در قسمت دوم آقای عقیلی پور رو میخوایم روی خط بیاریم. سوال من از شما اینه که آیا شما مایل هستید که باشید یا اینکه از شما خداحافظی کنید؟ اگر اجازه بدین دیگه آقای دکتر عقیلی پور من گوش بیشتر ترجیح میدم گوش کنم تا صحبتی بکنم در مقابل چنین سوالی. به هر حال سال نو رو به هر حال از پیشا پیش صحبتی کردم من به حرف در نوار که خواهشی مینبرید، به هر حال سال خوشی رو امیدوارم و از تمام مردم خوب اسرائیل، از تمام مردم خوب دنیا این رو میخوام یادآوری کنم در سال نو امیدوارم بزرگان اسرائیل به مردم ایران قیام تبریک رو بدن و جدا کنن مردم ایران رو از رژیمی که به وجود داره. همچنین من از تمام بچه های بسیج، از تمام بچه های سپاه میدونم ازتون خواهش میکنم گوش این نوارهایی رو که پر کردند و تجربه های اشتباه رو در این هفته گذاشتن رو گوش نکنید. باور کنید اونها هم نگران مردمشونن، چون همونطور که ما امیدی به اینا اگه واقعا یه روز بوم داشته باشن این کارا رو میکنن، نادیده نگیرید، اونها هم ترس ملتشون رو دارن که یه حرفا رو میدن، اما بی احترامی که کردن اون رو اشتباه نکنید.
شما بچه های خوب بسیج، بچه های خوب سپاه، امیدوارم سال خوبی داشته باشید. مردم کلیمی دشمن شما نیست، این یادتون نره. شب بر همه شما به خیر باشه و امیدوارم که تا هفته دیگه در خدمتتون باشم و گوش بکنم از تلویزیون به سخنان شما جناب آقای دکتر عقیلی پور. بسیار متشکرم از خانم سرور و جناب آقای ستار دلدار که هیچ این رادیو رو باز میذارن تا ما بتوانیم با جرأت حرفایی که دلمون میخواد بدون سانسور بزنیم. شب بر همه شما خوش. ممنونم، شبتون خوش. دوستان عزیز، در رابطه با پیامی که آقای احمدیان گفتن، به زودی این پیام نوروزی که توسط ایشون خوانده شده در تلویزیون آپادانا و در تلویزیون مردم پخش میشه تا شما دوستان هم از به اصطلاح اون با اطلاع بشید و امیدوارم که عمل کنید. تشکر میکنم از آقای بهمن احمدیان، براشون بهترین ها رو آرزو دارم. اجازه بدید چند تا تصویر ایران رو ببینیم تا توی این فاصله من با آقای دکتر عقیلی پور تماس بگیرم و ایشون رو هم روی خط داشته باشیم. از اینکه تا این لحظه با ما هستید ممنونم. از دوستانی که حتی از انگلستان ایمیل فرستادن و تا این موقع شب نشستن و این برنامه ها رو دنبال میکنن تشکر میکنم. و یادتون باشه که برنامه هایی رو که در تلویزیون مردم میبینید در آرشیو تلویزیون مردم بایگانی میشه و این برنامه ها هر روز از تلویزیون مردم هم پخش میشه در جی ال ویز، در تی وی باکس و دیگه هیچ جای عذر و بهانه‌ای نیست. شما میتونید در هر موقعی دسترسی داشته باشید و از اونها استفاده کنید و اگر پرسشی دارید یا نظری دارید به وسیله شماره تلفن هایی که میبینید یا ایمیل آدرس ما تماس بگیرید، چه با تلویزیون آپادانا و چه با تلویزیون مردم. مطمئنم که این دوستان جوابگوی شما خواهند بود. پس چند لحظه با ما باشید تا من با آقای دکتر عقیلی پور تماس بگیرم. دوستان عزیز، ممنونم که چند لحظه صبر و تحمل کردید و خوشحالم که آقای سرهنگ دکتر عقیلی پور رو روی خط تلفن داریم. ضمن سلام به ایشون، من سوالاتی رو که نوشتم و آماده کردم مطرح میکنم و اگر شما هم پرسشی دارید میتونید از طریق ایمیل ارسال کنید یا از طریق شماره تلفن هایی که میبینید تماس بگیرید، پیام بگذارید. این پیام ها رو برای ایشون میفرستم و ایشون هم تا حالا هیچ پرسشی رو بدون پاسخ نگذاشتن و من از این بابت از ایشون تشکر میکنم. سلام به شما و تشکر از اینکه دعوت ما رو قبول کردین تا باز هم دقایقی رو با بینندگان و شنوندگان تلویزیون های مردم و تلویزیون آپادانا باشید. با عرض سلام حضور حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان محترمتون، از اینکه باز این فرصت رو مرحمت فرمودید که بتونیم با هم گفت و شنودی داشته باشیم سپاسگزارم. من ممنونم از شما. اجازه بدید که قبل از اینکه سوالاتی رو که تهیه کردیم بپرسیم، این مسئله پرسر صدای روز دنیا مربوط به اتم ایران و مسافرت مقامات بلندپایه اسرائیل به واشنگتن و همچنین سخنرانی آقای نتانیاهو رو در ایپک که همون امریکن اسرائیل پولیتیکال کمیتی هست،
و سالیانه هر سال به اصطلاح جلساتی دارن و امسال به نظر می اومد که بیشتر یعنی مسئله مهمتر مسئله ایران بود، با شما صحبتی داشته باشیم، بعد اون مسئله ملاقاتی که ایشون داشت با پرزیدنت اوباما و لابی های اسرائیل و به اصطلاح اون مسائلی که رسانه های جهانی پوشش دادن و اظهار نظرهای گوناگونی که شد، از شما بپرسم این همه اطلاعات مختلف واقعا آدم رو گیج میکنه. شما به ما بگید که چه خبر است و سرانجام چه خواهد شد، چه تصمیماتی گرفتن، نظر شما در این بازار در هم و بر هم چیست و ماجرای این سیاست رو برای ما توضیح بدید. با کمال میل عرض کنم که آقای احمدیان به طور خیلی مفصل و با مهارت خاصی جواب همه این سوال شما رو در گفتارشون دادم، ولی خب منم به سهم خودم یه مطالب مختصری رو عرض میکنم که پاسخ سوال شما بی پاسخ نباشه. قربون نظر من پس از این ملاقات که آقای نخست وزیر اسرائیل با پرزیدنت اوباما برای نهمین بار کردن عجیب به نظر میاد. چرا عجیب از این نظری؟ شما نگاه کنید، در ظرف کمتر از 3 سال نخست وزیر یک کشوری 9 بار به کاخ سفید میاد و با پرزیدنت آمریکا گفتگو میکنه. این باعث تعجب که هیچ کشور در دنیا این کار رو نمی‌کنه نمیدن. اما پس از اینکه اعلام شد که 3 ساعت مذاکراتشون طول کشید، این جواب سوال شماست. چرا؟ اگر توافقی بود و نظرات دو طرف یکی بود، معمولا در این مذاکرات سیاسی حدود 1 ساعت طول میکشه تا این توافقهای کلی انجام بشه. بعدا نسبت به جزئیاتش میرن در کمیسیونهای بعدی مذاکره میکنن و موافقت میکنن. وقتی که 3 ساعت طول کشیده، یعنی این که درک کنیم که توافقی نبوده، که این باعث خوشحالیه. چون اگه توافق بود که خب یعنی با خواست آقای نتانیاهو انجام میشد که بدبختی جنگ شروع میشد. دوم، ببینید سخنرانی پرزیدنت آمریکا رو با آقای نخست وزیر اسرائیل دقیقا دقت کنید. در همین کنگره یهودیا به هیچ وقت چیزی تازه ایش درش نیست. بیش از 15 ساله که همون نوار سخنرانی همیشگی از دو طرف تکرار میشه. متارسانه ها هر بار رنگ و روغن زیادتری بهش میدن. سوم مطلب اینه که چیزی که اینو عنوان کردن اینه که نتیجتاً آمریکا خواستار مذاکره بکنه و نخست وزیر اسرائیل خواستار جنگه، که میگه صبر ما تموم شده و پرزیدنت آمریکا میگن نه، باید تحمل کرد. و اضافه میکنه که اسرائیل حق دفاع از خودش داره. خب همه این جملات و هزارها با ما دیدیم و شنیدیم و نوشتن و خوندیم. چهارمین چیز که اینجا خیلی جالبه اینه که نخست وزیر اسرائیل تنها از اسرائیل دفاع نمیکنه. در سخنرانیش ببینید خودشو مسئول همه یهودی ها در هر کجای دنیا هستن میدونه. یعنی یه رسالت جهانی و حکومت یهودی جهانی رو برای خودش قائله که مسئول حفاظت از هر یهودی، از هر نوع نژاد، از هر نوع تاریخ، هر کشور در هر کجای دنیا باشه نهده ایشون. حالا میخواد رنگی پوست باشه، سفید پوست باشه و هر چی باشه نهده ایشونه. و در مسئله ببینید که تمام این مطالب گویا حدوده 30 بار کنگره باستش دست میزنه و میگن حق داره. خب پنجم، حالا اگه ایران از شیعه های بحرین که خودشون ایرانی هست جزو خاک ایران بوده تا چند سال پیش بوده دفاع کنه، همین کشور و همه کشورها غربی اعتراض میکنن که ایران حق نداره از ایرانیای شیعه در بحرین یا در عربستان که مردم ایرانی قبلا رفتن اونجا و سرزمین ایرانی بوده دفاع کنه. همین عربستان پیروز به دستور
هر بابای خودشون بنا به پیشنهادی که میکنه که میگن بیان آقا اسلحه و مهمات در اختیار اپوزیسیون سوریه قرار بدیم که با ارتش سوریه بتونه جنگ داخلی انجام بده تا این دیکتاتور سوریه رو سرنگون کنیم. خب سوریه تبدیل به خرابه میشه، خیالمون راحت میشه. اون وقت خود این عربستان گنه پیشبینی کرده که اپوزیسیون اسلحه بده در شیعه هایی که در شرق عربستان با شدت سرکوب میشن به وسیله همین رژیم، همه دنیا غربم میبینه، ولی برای حفظ دموکراسی و حقوق بشر با این آقا موافقن. خلیفه عربستان رو بهش درجه دکترای افتخاری حقوق هم میدن که این کارا رو میکنه. حقوق بشر و دموکراسی که در لیبی به پا کردن، تبدیل به خرابش کردن، هر روز الان خون جاریه. حالا با تحریک همونها که قبلا تحریزی کرده بودن، دیدید که قسمت شرقی که نفت داره اونو به استقلال کرده و به قول معروف این تخم لب شکسته و با جنگ و گریز و بالا پایین یه وقتی میبینی هی کشتار اسلحه میرسونن، کشتار غیر زارک میشه و یه روزی هم مثل سودان لیبی میان که مثل سودان لیبی رو میان دو کشور شرقی غربی میکنن و نفت اونجا رو برای مدتی در اختیار میگیرن. این یه شمای کوچیک از سناریویی است که در واشنگتن بازی شده و فیلمش هم در سراسر دنیا دیدم. مسئله جالب این بود که این مسافرت مقامات اسرائیلی به واشنگتن و اینکه تبل جنگ رو علیه ایران و نابود ایران کوبیده همزمان با جشن پوری یهودیانه، که یعنی چی؟ که میگن شهبانوی ایران زمین در زمان خشایارشا ستاره خانم از قتل عام یهودیان اون روز دنیا جلوگیری کرده. خب نخست از اسرائیل یک کتاب زیبایی که درباره این جشن و نجات یهودا از قتل عام توسط دربار آن روز ایرانه به پرزیدنت اوباما تقدیم میکنه. اون وقت در برابر قدرشناسی که ایرانیان باستان از هولوکاست یهودیان در اون زمان جلوگیری کرده و در طول تاریخ همطور که بارها آقای احمدیان اشاره کردن همیشه ایران پناهگاه یهودا بوده، این کتاب هم میده در برابر خدشناسی حالا اصرار داره که اجازه بدن که زودتر ایران با بمب نابود کنن. من میگم که آقای نخست‌وزیر در طول تاریخ ما با هم بودیم، دارای یک دشمن مشترک بودیم. ملت دوست تاریخ خودتون نرنجونید، جبهه جنگ رو به سوی دشمنان خودتون باز کنید. در آخرین لحظه برای پاسخ شما میگم این شعبده بازی که سران کشور اسرائیل همشون سرازی به واشنگتن شدن، من فکر میکنم یه پوکر سیاسی بود. چرا؟ اسرائیل داره ارتش ضربتی در جنگ ضربتی موقتی است، در جنگ طولانی نمیتونه شرکت کنه، نه از نظر لوجستیکی نه از نظر کمبود پرسنل. اگه بخواد به توسط اتم ایران ببسته، مثلا موشک که داره یا هواپیمای افسز و افکتاز حمله کنه، در مسافت بلانه از تو مدن تغییر دادن، باقای رزرو بنزین درست کردن، ولی کافی نیست، ملوث هواپیمای سوختگیری میخواد که الان اسرائیل وضع کافی نداره و مطلقا در این کار به پشتیبانی لوجستیکی آمریکا احتیاج داره. آمریکا هم 7 ماه دیگه انتخابات رئیس جمهوریه. با توجه به این که برابر همه نظرخواهی هایی که در آمریکا انجام شده، در اروپا انجام شده، حتی در خود اسرائیل با جنگ اکثریت مخالفم، حالا اگه آمریکا در اینجا وارد جنگ بشه انتخابات دموکرات خواهم با و اینه که به اسرائیل هم اینطور که شایعه میگوین گفتنه که فعلا تا سال آینده صبر کنی. از طرفی بیشش معلومی است آیا اگر جنگی بشه اسرائیل، همه دنیای غرب و به خصوص اروپا، مشکلات اقتصادی و نفتی که از چنین درگیری جنگ به دست میاد اونا میتونن تحمل کنن یا نه؟ آقای نتانیاهو از صبح که از خواب بیدار میشه هر کی بهش سلام میکنه، با هر کی در هر جایی برخورد میکنه میگه سلام، به جای علیک میگه اتم ایران، اتم ایران، ایران اتم، اتم ایران. ببینید تو
روزنامه‌ها، ولی من فکر میکنم این حرفو این آمدن و این مذاکرات با نظری که درباره نتایج جنگ دادم بلوف سیاسی. چطور میشه آمریکا در اینجا در بنبست قرار میگیره و برای ایشون میگه خیلی خوب حالا که شما میخواد ما جنگو فعلا نمیکنیم، چند میلیارد دلار پول و اسلحه مدیونی میگیرن و میرن و میبینید که بعدم آقای نخست وزیر بعد از مسافرت خودشون در کانادا و آمریکا میگه که خیلی موفقیت آمیز بود. از چه نظر؟ جنگ که نگذاشتن بکنی، لابد از امتیازاتی که از آمریکا گرفته موفقیت آمیز بوده. اما از نظر تبلیغاتی چون رسانه های جهانی رو دائم در اختیار دارن، از صبح تا شب اونقدر بر تبل جنگ کوبیدن که این عمل غیرقانونی که مخالف همه موازین و همه قوانین بین المللی اخلاقی انسانیه که سالها کشور به جنگ و نابودی با یه قدرت نظامی که دارن تحدیث کنن، این به گوش مردم جهان یا عمل عادی شده و هر روز همه جا از امکانات جنگ دم میزنن. اینه بهش میگن قانون جنگل و قدرت زورمندان جنگجو در دهکده ای امروز کوچک دنیا که همه مردم باید خفه شده و نوکری تحت ستمگران رو بپذیرن. اگه سر بلند کنه بارون از آسمان میاد، بمب و موشک، دموکراسی و حقوق بشر و انسانیت بعدشون میاره. این پاسخ شما بود آقای سبی. ولی یه سوال هم من از شما کنم، آیا تصور میکنید با این بند و باری در دنیا که هست و که هرکی هرکی و هیچ نیروی جلو داره ظلم و ستم زورگویان نیست، میشه ادعا کرد که ما در عصر تمدن به انسانیت زندگی میکنیم؟ به نظرم نه. بله ممنونم از شما، سوال خوبیه. این رو ما حتی توی یکی برنامه به عنوان تاپیک یا موضوع روز سوال میکنیم. اجازه بدید یکی از دوستان در رابطه با صحبتی که آقای احمدیان کردن ایمیلی فرستادن، من این رو بخونم، احیانا آقای احمدیان این رو شاید بخوان پاسخ بدن. دوستمون نوشته که آقای سوربی، مثل اینکه آقای احمدیان یا اطلاع نداشتند یا برایشان تابو هست که اسم بهایی ها را بیاورند، چون دکتر برجیس و برجیس ها بهایی بودند نه کلیمی، و دکتر برجیس برای اینکه بهایی بود کشتندش. شما هیچ اطلاعی دارید در این مورد؟ ببینید جناب سوربی، همینطوری که آقای احمدیان اشاره کردن اصلا من نمیدونم یعنی چی که این بهایی، اون یهودیه، اون مسلمانه، اون بزرست، این حرفات چیه؟ مثلا ببینید در همین آقای مسئله آقای ثابتی چقدر سر صدا را انداختن، هی گفتن نمیدن بهایی بوده، یه دو گفتن نبوده. آخه یعنی چی؟ مگه همه بهایی ها جنایتکارن؟ مگه همه جنایتکاران بهایی هن؟ عبد و تو هر دار و دستی آدم خوب و بد هست. اصلا این مطالب باید ریخت دور از این مسائل رو، نباید که چون ایشون مثلا شکنجگر بوده، سر شکنجگر بوده و تون میگن شاید بهایی بوده، بر همه بهایی تولید کرد یا از اون. اصلا چرا؟ البته من در محلی نیستم که بتونم جواب بدم از طرف آقای احمدیان، ولی ایشون خودش هم داره فرمودن معلی نداره که اصلا مذهب رو جلو برید، مذهب این کار خصوصی است، هر کسی داره یا نداره. من که هیچ مذهب ندارم، پس جزو چی من میخوان قلم داد کنم؟ ممنونم از شما. آقای عقیلی پور، شما در رابطه با این دیدارها اونجوری که صحبت کردید، اجازه بدید ما این دیدارها و ملاقاتها رو اسمشو بذاریم صحنه سازیها و این رفت آمدها. بله. و این ملاقاتها رو به صورتی که شما گفتید به نظر میاد که به مسائل نفتی و اقتصاد و اون ماجرای پول جهانی دور میزنه و به اصطلاح نباید فریب رسانه ها رو خورد و به اصطلاح میگید که این بمب اتمی و خطر جهانی ایران و فریاد اسرائیل نابود باید گردد، اینا سرپوشی هست برای اجرای نظرهای مخصوصی که پشت پرده موجود هست. آیا این رو من درست به اصطلاح فکر کردم و برداشت کردم؟ درسته، بله همینطوره. بله ممنونم از شما. به نظر میرسه که آقای احمدیان میخوان تماس بگیرن. من ببینم اگر امکان داشته باشه ایشون با اسکایپ بیان روی خط، احتمالا میخوان پاسخی بدن به اون دوستمون و
این هم یکی از به اصطلاح مشکلاتی هست که وقتی دوستان جذب برنامه ها میشن خودشون رو سهیم میدونن و میخوان بپرسن و سوال کنن. باور کنید از انگلستان ما ایمیل داریم الان که نشستن و برنامه ها رو دنبال میکنن و باورشون نمیشد که این برنامه این موقع به صورت زنده هست. در هر صورت ممنونم. من جواب شما رو سوال باید بدم. بله بله. که اون آقا رو بعد دیگه باشه باشه آقای احمدیان رو بیارید. من جواب شما رو بدم. بله بله بفرمایید. ببینید یه مدت است که از تالی مصاحبه‌ای با من انجام میدید و خیلی هم ماشاءالله زرنگی پرفسیونلی دارید. من رو میکشید به جایی که مجبور میشم پاسخ سوالای بحث برانگیز شما رو جوری بدم و وارد مناطق ممنوعه بشم. درد سرآفرینی ایجاد میکنه. مهم نیست، من جوابتون رو میدم. این سوال حساسی که کردید که پشت پرده چه چیزهایی است. ببینید در برابر زرادخانه اتمی آمریکا، روسیه، اسرائیل که هر کدوم قادرن دنیا رو در ظرف یک روز نابود کنن و به خرابه تبدیل کنن، که مسیح یهودی ها و امام دوازدهم شیعیان از اونجا سر برسن، مسئله اتمی ایران و اگه دسترسی به یکی یا دو تا بمب اتمی و سکوی پرتاب درست کردن اون سالها طول میکشه، فعلا که اصلا نیست و هیچ خطر نداره. آژانس هم همیشه میگه که امکان این دارد که در پارچین چیزی باشد، هیچ وقت تایید نکردن. اما قبل از اینکه وارد مسئله شده و نظر خودمو بدم، من به عنوان یک افسر ارتش سابق ارتش ایران زمین صحبت میکنم. ببینید ما منابع گازی عظیمی داریم که پیشبینی شده تا چند قرن دیگه در ایران گاز وجود داره برای مصرف تمام اروپا. اینو من خوندم دیدم. ایران احتیاج به اینکه نیروگاه هسته‌ای برای تولید انرژی نداره. چرا؟ برای که اگر کارخانه‌های تولید برق و گاز درست کنه، اگر از گرون دوام بشه بشه، ما که نفت گاز مجانی داریم، پس ما احتیاج نداریم بریم اتم بسازیم درست کنیم برای کارخانه انرژی و الکتریسیته ایجاد کنیم. اما ما با بیش از 50 پایگاه اتمی نظامی و کشورهای اتمی دورمون محاصره کردن، اون وسط قرار داریم. حالا هر قانونی و هر طبیعتی، همونطوری که همه دنیا فریاد میزنه، رئیس جمهور آمریکا، رئیس سازمان ملل، تمام سران اروپا، ازالک، روسیه، چین، همه میگن اسرائیل حق دارد از خود دفاع کنه. بسیار خوب، راست هم میگن. خب من ایرانی هم میگم ایران هم حق داره از خودش دفاع کنه. پس حالا که ما باید دفاع کنیم، در وسط میدان محاصره اتمی قرار گرفتیم، به عنوان نیروی بازدارنده ایران هم حق داره، باید، تکرار میکنم، باید دارای سلاح اتمی باشه همونطور که بقیه دارن. هر افسری در هر کشوری در دنیا باشه، وقتی برای دفاع کشورش صحبت میکنه میگن چی؟ میگه خودش باید مجهز به سلاحایی بکنه که همسایگان و دوروبرش دارن، قوی باشه. چرا؟ آماده جنگ بشه تا صلح برقرار باشه. یعنی چی؟ یعنی از قدیم الایام گفتن برای حفظ صلح باید آماده جنگ بود. یعنی کشوری که آماده دفاع از خودش باشه با آخرین سلاح‌ها، کسی جرأت نمی‌کنه بهش حمله کنه، لذا صلح برقرار می‌گرده. پس به نظر من برای که در منطقه صلح و تعادل قوا برقرار بشه، ایران باید قوی و مجهز به سلاح اتمی مثل اسرائیل بشه که در دو کفه ترازو قرار بگیره. حالا عجیب‌ترین مسئله اینه که اسرائیل دوست تاریخی و کشور نجات‌دهنده تاریخی کلیمیا را میخواد نابود کنه با بمب، و با دشمنان تاریخی خودش، یعنی با عرب‌ها، بر علیه ایران همکاری میکنه. عربستان و غیرزالک خیال میکنه اسرائیل که عربستان و قطر شیخ نشین ها انسان‌های وفاداری هستن و میتونن با این پایبند میمونن نسبت به اسرائیل. نمیدونه که اینا با زور آمریکا، این یکی که کشورها دارن اداره میکنن، اینا موقتیه.
مردم همه سرزمین های عربی و حتی اسلامی به غیر از ایران مخالف و دشمن سوگند خورده اسرائیل هستند. روزی که این عروسک های دستشانده رو ملت ها سرنگون کنن، نوبت اسرائیل میرسه. اون وقت نه اسرائیل، نه بمب اتم و نه آمریکا کاری از دستشون بر نمیاد. و در آینده به نظر من حقیقت معلوم خواهد شد و بقای اسرائیل به نظر من در دوستی با ایران تضمین میشه، نه دوستی با عرب. شما ببینید الان یک دلهوره و پسی در دلهای ایرانی ها در سراسر جهان هست و به هیچ وجه در سفره هفت سین نوروزی ایرانی ها امروز سال با خاطره آسوده نمیشینن تا شکوه نوروز رو ببینن، چون همش میگن جنگ جنگ جنگ. ایرانی ها در داخل و خارج میگن اگه حمله کردن چی میشه، چه بدبختی به سر کشور میاد، ملت چی میشه، چند صد تا کشته میشه، چقدر خرابه میشه، همه زیربنای اقتصادی چطور میشه. همه این دورنمای تیر و تار دل خوشی در روز پرشکوه برای ایران باقی نذاشته. تنها و تنها چند ده نفر ایرانی که در خارج قبای خیانت به تنشون کردن و جیره خوار دشمن ایران هستن تا جنگ میزنن و به ظالمان ستمگر پیشنهاد میکنن بیایید همون برنامه لیبرال در ایران پیاده کنید. راضی میشن، خبر ندارن که تاریخ و ملت ایران برای همیشه به سرشون فریاد خواهد داد شرمتان باد، شرمتان باد ای خائنین به وطن. ولی من میدونم اگر همچی کاری بشه، همونطور که 8 سال در جنگ ایران و عراق بچه های ایران انجام دادن، با چنگ و دندون از سرزمین ایران دفاع خواهند کرد. اینم جواب سوال آقا. من ممنونم از شما. شما شکایت کردید که ما کم کم داریم یاد میگیریم سوالای مشکل بپرسیم. خب نشون میده استاد خوبی داشتیم. اجازه بدید که من بگم که این مسائل مهمی رو که شما بیان کردید، مخصوصا به نام یک افسر که عقیده دارید ایران باید با دارای به اصطلاح بمب اتمی یا نیروی اتمی هم نیروی اتمی حتی بمب اتم هم باشه، با این نظرتون یه بحث جدیدی رو در جامعه ایرانیان مخصوصا ایرانیان برون مرزی ایجاد میکنید که بعضی ها مخالف اتمی شدن ایران هستند. و یه جورایی من فکر میکنم که سوال قبلی منم در مورد جنگ برای نفت و دست انداختن روی منابع نفتی و به اصطلاح این اوضاع جهان و سرصداها رو روشن به صورت روشن پاسخ ندادید. من حالا یه جور دیگه سوال خودم رو عوض میکنم، به این صورت از شما میپرسم که آیا این صحنه سازی ها، همین جنگ جنگ گفتن ها و جنگ جنگ کردن ها فقط برای نفت یا مسائل دیگری هم پشت پرده سیاسی جهان هست؟ شما چه فکر میکنید و نظرتون در این مورد چیه؟ آقای سوربی معذرت میخوام، مثل این که شما اصلا دستوردار نیستید، سعی میکنید آب تلونه موچا بریزید یا انگشت در سوراخ زنبور میکنید که هم خودتونو و هم رو نیش بزنن. ولی چون به سادگی نمیشه از دست شما و سوالای شما در رفت تفره رفت، منم سعی میکنم همونجور که شما با صداقت حرف میزنه من به شما سواله پرپیچ خمتون رو جواب بدم. ببینید قضیه نفت و چنگ روی منابع زیرزمینی البته حیاتیه و دنیای غرب و شرق بدون انرژی نمیتونه وجود داشته باشه، این کاملا برای این هست. اما دعوا بر سر لحاف ملا نصیرینه. حالا چیه؟ دعوا بر سر دلار کاغذی است که بی پشوانه است. میدونید پس از اینکه آمریکا طلا را از پشوانه دلار قطع کرد، دلار کاغذی بی پشوانه شد. البته این موضوع خیلی حساسی است که در بعد از جنگ دوم جهانی چه مسائلی با اروپا اومد، چرا این کارو کردن، که یک روز اگه خواستید من در این مورد دقیقاً میگم که به چه جور شد که آمریکا طلا را از پشتیبانی دلار برداشت و دلار تبدیل شد به یک پول کاغذی. پس
کشور و معاملات بین المللی همش روی دلار میگرده. یعنی بانک جهانی سرنخ همه رو در دستش داره و نظارت روی جا به جای تمام ارزهای دنیا میکنه. هر کسی هم نگاه چپ به دلار بکنه چشمش از اون بون در میارن. یا تو از کل القذافی همه جور کار کرد برای صحرای لیبی، عالی کرد، کار کرد، تجهیزات اتمی، تجهیزات کشتار جمعیش هم داد به دنیای غرب، نور چشمی شد. اما به جای یک مرتبه اون که اتحادیه کشورهای اروپا آفریقایی رو درست کرد، گفت مثل اروپا که اتحادیه اروپا هست ما اتحادیه کشورهای آفریقایی درست میکنیم و پیشنهاد کرد که بیایم مثل اروپا هم یه پول واحد آفریقایی داشته باشیم و از این به بعد نفت و تمام منابع زیرزمینی داریم و معاملات ارزیمون رو بعدا وقتی این پول درست شد با دلار نمی کنیم، با پول آفریقایی می کنیم. یعنی به جای دلار با ارز و پول آفریقا معامله باید انجام بشه. خب اگه چنین می شد با منابع بزرگ نفتی و منابع عظیم زیرزمینی آفریقا، هزارها هزار میلیارد تبادل ارزی به پول آفریقایی یعنی چی؟ یعنی دلار به لرزه در میومد، اقتصاد آمریکا به ورشکستگی سرازیر میشد. این بود که یهودی اجدهای ناتو و حقوق بشر سر بلند کرد و موز قذافی رو کف دستش گذاشتن و خیالشون راحت شد. و اصولا اگر دلار به لرزه در بیاد اقتصاد دنیا به لرزه در میاد. صدام حسین پول نفت چه میخواست با پول اروپایی دریافت کنه که اونم حق شداد از سرش بالایی دار رفت. در هر حال تحریم بر علیه ملت ایران هم هر روز بیشتر شده. الان به نفعی که فروش نفت ایران با مشکل روبروه، بانک‌ها در دنیا بدون اجازه آمریکا و بانک جهانی حق معامله و پرداخت ندارن، برای اینکه بانک مرکز ایران رو هم تحریم کردن. حالا ایران اومده که میدونید گفته از هند و چین جنس میخره با معامله پای پای نفت بشون میده و بس بگه خودش هم به هر کی بخواد میفوشه، ولی پمپ چون نمیتونه بگیره از طریق بانک مرکزی، این میاد برابر قیمت روز به جای پول کاغذی دلار میگه طلا به من بدی. و بعدم اضافه کرده که حتی میتونه در معاملاتش با چین و هند به پول اونا، یعنی با روپیه و پول چین انجام بده. خب ببینید این تخم لغو شکستن زنگ خطریست برای دلار، دلاری که دنیا رو داره اداره میکنه. میلیاردها دلار میخواد از معامله خارج بشه. بحران اقتصادی آمریکا و دنیای غرب رو به لرزه در میاره. بالاتر از لرزه به ورشکستگی اقتصاد آمریکا میرسه. یعنی پول چین و ژاپن و اوروی اروپا که پشتوانه قوی طلا دارن سر بلند میکنه و دلار کاغذی که پشتوانه طلا هم نداره به دره سقوط میفته. پس هر کس چنین غلطی بکنه نابود باید گردن. حالا ملزمی فهمید اتم ایران و چند تا بمب یک کیلوی اتم اگر روزی به ایران بتونه درست کنه در مقابل ذراتخانه بزرگ اتمی دنیا اصلا هیچ خطری نداره. و میبینید که بعضی مقامات اروپایی و آمریکایی و مقالاتی که منتشر میشه گاه به گاه میگن خیلی خوب با ایران اتمی هم میشه ساخت و برابر تعادل در منطقه مهمه. بارها گفتن که باید در ایران روشن باشه، اتم اگر اتم باشه تعادلی برقرار میشه که جلوی پیشتوی ها و بی حد و حساب کارهای اسرائیل هم گرفته بشه. خب چیزی که برای من روشنی اینه که چرا اسرائیلیا، من معذرت خواهم نمیدم باز سوالی شما من میبره به جاهای خیلی ناراحت کننده ای جوابش که از خودم میپرسم چرا اسرائیلیا خودشونو جلو انداختن در خط مقدم حمله به ایران قرار دادن و خودشونو پرچمدار جنگ میدونن و هر روز جنگ میکنن. اسرائیل داره قدرت نظامی برای ضربت و در مدت کوتاه. گفتم بدون که اگه جنگی بشه و اگه آتش جنگ همه جا افروخته بشه، من بارها گفتم و تکرار میکنم، این ملت اسرائیل است
ببینید ملت اسرائیل است که بیش از همه ضرر خواهد کرد. مسئله خاصی به فکر انسان میرسه، یعنی میگه آقای سوریاتون شما توی برنامه تونم یک روزی نشون دادی، اون روزی که میکروفون باز بود رئیس جمهور فرانسه بی احتیاطی کرد، این سرکوزی آقای سرکوزی به پرزیدنت اوباما میگه که تو اون جلسه این نتایجو منو زله کرده، پرزیدنت اوباما بهشون میگن که خب تو که یه روزه باشی، من هر روز باش سر کار دارم. بله یاد شما گفتید دیگه. خب ببینید همه این مذاکرات رو شنیدم، بعد از صدا رو خوابوندم. با این وضع حالا که اسرائیل هم میندازن جلو بر علیه ایران، نکنه برای نجات از دست اسرائیل او رو به جلو انداختن که جنگ جنگ بکنه که همه مسئولیت رو روش اسرائیل سراب بشه. من نمیدونم، این سوال البته برای شخص من بی جواب بده. ببینید در جهان اشخاصی رو به حکومت میرسونن، ولی این حاکمان یعنی کسی که به حکومت میرسوننش یعنی حاکمه، یعنی پووار داره، حکومت در دستش داره، ولی اتوریته یعنی قدرت واقعی رو نداره و اون قدرت واقعی در پشت پرده جهانی جانه میگردونه. که در این مورد یه روز من باید دقیقا از این سوسیته های سکه بیشتر صحبت کنم برای روشن شدنش. حالا هر کسی که به قدرت میرسونه حکومت و دولت رو به دستش میدن، ولی قدرت در وقت خودشونه، یه چارچوبی براش تعیین میکنن، اگه پاش از این چارچوب بیرون بذاره جفت پاشو قطع میکنن. البته چند باره استثناء میدن، یعنی توجه میدن اگه گوش نکرد پاشو قلم میکنن. مثال بسطون بزنم، ژنرال دوگل رو به حکومت میرسونن بسیار، چون به بازیش نمیگرفتن دوگل رو تا لندن در هیچ کجا، وقتی گرفتن فرانسه رو پازوش کردن بیا تو هم داخل بشو. او هم با حس ناسیونالیستی که داشت، قدرت داشت، رئیس جمهور بود، حالا دیگه گفتش که من از ناتو میرم بیرون، بلکه ناتو فقط برای جنگ ما نمیخواد دیگه جنگ کنیم، خسته ایم. گفت ستاد فرمانده نیروی نظامی ناتو هم که در فرانسه هست از اینجا بره بیرون. بیرونش کرد، فرستاد به بروکسل، محلش هم کرد یه دانشگاه. یکی دو کار دیگه هم سرکشی کرد آقای دوگل. یک بار دیدید که ماه مه 1968 در فرانسه آشوب ایجاد شد، آشوب همه جا رو گرفت، پاریس گرفت، مغازه ها، خیابون ها، اتومبیل ها همه به آتش کشیده شد. جوری شد دوگل بالاخره به سرنگونی سرازیر شد و رفت به دهکده خودش در همون کلمبیل دوزگلیس و همونجا مون تا عمرش تموم شد. همونطوری که رهبر نجات ملت ایران دکتر مصدق در احمد آباد در زندان خانگی مون تا به ابدیت شتافت، وقتی هم که شاه ایران تغییر مسیر و جهت داد در کاراش و خواست که از راه مصدق الهام بگیره و چند بار اعلام کرد بعد از 25 سال قرار داد کنسرسیوم که در 1979 تمام میشه ما دیگه قرارداد تمدیم نمی کنیم، در به در و سرگردون از این شهر به اون شهر فراریش دادن تا اینکه عمرش به اون وقت که دیدیم چی شد. آقای سوروی این مسئله رو که میخوام بازگو کنم، البته نظر من شاید هم درست نباشه، از شرایط اوضاع که میبینم برداشت اینجور کردم که موجودیت و بقای اسرائیل مطلقا بستگی به پشتیبانی بینچون چرای آمریکا داره. اگه آمریکا بلرزه اسرائیل تب میکنه، اگه آمریکا تب کنه اسرائیل از می میره. به نظر من این پشتیبانی های بینچون چرا از اسرائیل در دراز مدت تبدیل به شعاری میشه. من فکر میکنم که آمریکا عربستان رو بیا صدای اسرائیل بکنه. چرا؟ مسلماً حفظ منافع ملی آمریکا ایجاب کنه. اولا من یادتون باشه مطالبی که در اینجا در مورد مثلا آمریکا یا اروپا میزنم 100% به اینا حق میدم، باید این از منافع خودشون دفاع کنن. منم اگه از کاخ سفید بودم، در کاخ الیزه بودم، در اروپا بودم، همینطور استفاده میکنم. خب بقیه باید قوی بشن که زیر بار نرن. یا فکر نکنه که من مخالفتی با آمریکا یا اروپا این عدد رو حقشونه باید بکنم.
همیشه دارم میگم برای که بیدار بشیم. اون روزی که هزارا هزارا میلیارد دلار عربستان یک منروی ناتاری پول کاغذی دلار بی پشتوانه مونده بود، نزدیک بود خرابشه، اومدن و گفتن آقا بیا پولا رو بفرست اونجا، این اوراق قرضه ما رو بخر، پولات هم بذار اونجا، عربستان میکاره کرد و نجات پیدا کرد دلار. و در مقابلش هم گفتن که آمریکا استقلال و حفظ تمامیت ارضی عربستان رو تعهد نمیکنه و تا آخری لحظه پشتوانه میکنه. حالا با این شرط که بستن و میلیاردها پول عربستان هر سال میاد در آمریکا، ببینید اسرائیل نه نفت داره نه پول داره، برعکس هر سال چند میلیارد دلار پول نقد و اسلحه مدینه از آمریکا و بودجه ملت آمریکا در میگیره. آلمان هم بهش میگن مثلا ششمین زیر دریایی مدنی هم میده به اسرائیل، همه اینا درست، ولی آمریکا هیچ وقت نمیاد عربستان برای نگهداری اسرائیل بخیر از دردسر اقتصادی سیاسی نداره نگر داره، نمیاد عربستان رو دست بده، حتما عربستان رو برای اسرائیل ترجیح میده. منم بودم این کارو میکردم، حقش منافع ملت آمریکا ایجاب میکنه. حالا اگه لابی پرقدرت سیاسی و اقتصادی ایپاک یهودیان آمریکا فعلا پشتیبان اسرائیل هستن، اما فراموش نکنید که این لابی بانک جهانی پول و اقتصاد دنیا رو که در دست دارن، همه این پولا سرنخش سرچشمه عربستان کشورهای نخفیزه نه اسرائیل، یه روزی اونا خود تو پشت میزنن. و من فکر میکنم نبودن اسرائیل ضرر به آمریکا نمیزنه، اما از دست دادن نفت و پولای نفت و کشورهای نفت خود آمریکا از میره متصدر میشه. به این ترتیب به نظر من اسرائیلیام نباید خیلی خوشبین باشن که تا ابد میتونن پشتیبانی داشته باشن. آقای سوربی بستتون هست؟ کافیه؟ همین سوالات خودتون منو وادار به گفتن ناگفتنی ها میکنی؟ اولا اجازه بدید که من اینجا ازتون تشکر کنم از این توضیحاتی که به طور روشن گفتید، و میتونم بگم واقعا توی هیچ رسانه دیگه‌ای اینجوری افشاگری نمیشه. من خوشحالم که این برنامه از تلویزیون‌های آپادانا و مردم داره پخش میشه و امیدوارم دوستان استقبال کنن، تماس بگیرن و نظرات خودشون رو با شما در میان بذارن. اگر اجازه بدید من یه توضیحی بدم در مورد اون فامیل برجیس که آقای احمدیان گفتن اون برجیسی که من اسم بردم اونها کلیمی هستن و کشته نشدن، در کالیفرنیا هستن و حتی دایی یکی از مجریان تلویزیون هستن که هر وقت موقعش بشه خود ایشون پاسخ میده. ضمناً ایشون گفتن که برجیس ها فامیل بسیار بزرگی هستن در ایران، ممکنه بهایی باشن ممکنه کلیمی باشن، ولی شما به خوبی توضیح دادید که اصلا بهایی بودن کلیمی بودن مسلمان بودن مهم نیست، و ما در رابطه با انسان بودن و گهگاه هم در رابطه با ایرانی بودن این افراد صحبت میکنیم. آقا من میدونم که شما خسته هستید، ولی اجازه بدید چون ما ماه اسفند هست، من سوم اسفند که میدونیم همه روز آوردن رضاخان و به اصطلاح قدرت رو بهش دادنه، بعد از اون بر 29 اسفند رو داریم که اون روز ملی شدن نفت توسط دکتر مصدقه، ولی در میانه اسفند مردم ایران به اصطلاح غمی رو بر دل دارن و اون از دست دادن مرد بزرگی به نام دکتر محمد مصدق است. من میدونم که شما همیشه از این مرد بزرگ به خوبی یاد کردید و خواستم اگر مایل باشید مطالبی رو هم در رابطه با روز درگذشت دکتر مصدق برای بینندگان و شنوندگان بگید و احتمالاً توی برنامه‌های آینده بیشتر درباره ماه اسفند صحبت کنید. با کمال میل. بله، سال روز به ابدیت پیوستن قهرمان قرن دکتر مصدقه. نوشته ای از علامه محمد قزوینی دیدم که نوشته بود که برتری مردان بزرگ هر ملت در اینه که مرگشون ماتم بزرگه و مرگ بزرگ جامعه است که اندوهباری در جامعه ایجاد میکنه. درست هم میگفت. پس از کودتای شرمسار 28 مرداد و به ابدیت پیوستن دکتر مصدق، ما
ماتم بزرگی 25 سال برای ملت ایران بود. مصدق زنده و بیداره، راهش در آسمان سیاست ایران همیشه سایه میاندازه. چرا؟ برای اینکه راه مصدق راه جاودانی و سربلندی ملت ایران بود. دکتر مصدق عقاب بلند پروازی بود که پیشگامی و سربلندی مردم ایران رو با پاره کردن زنجیر استعمار جهانی آرزو میکرد و دیدیم که موفقم شد. سرنوشت زندگی و پایان کار دکتر مصدق در زندان لشکر دوی زرهی و بعدم زندان خانگی، دکتر مصدق را به سرچشمه حیات جاودانی تاریخ ایران زمین و دنیا رسوند. آقا نام پر افتخارش در راه مبارزه با تاریکی و ننگ استبداد خودکامگان و استعمار وحشیانه استعمارگران جهانی در آسمان تیره ظالمان نورافشانی میکنه همیشه. در زمان پهلوی اول به تبعید و زندان در بیرجند فرستادنش، پس از اینکه برگشت از تبعید و رسید به تهران رئیس شهرمانی شرفیاب میشه، به رضا شاه میگه چه کنیم؟ آمد میگه فورا بفرستید به احمدآباد تا اونجا بماند و همونجا بمیرن. خیلی خوب فرستادن اونجا، اما انگلیس ها شاهره که بر تخت نشانده بودن از تخت به زیر کشیده بردن. بلا فاصله مردم یک پارچه با تکلیم رفتن به احمدآباد و شیر احمدآباد رو آوردن به صحنه سیاسی کشور، واردش دوباره کردن. این نتیجه شد. پس از 20 سال حکومت دیکتاتوری خودکامه، انتخابات آزادی اون وقت شروع شد. مردم اومدن رای دادن و در تهران به نام نفر اول انتخاب شدگان فرستادن آقای دکتر مصدق رو به مجلس، در مجلس 14 در 1324، و همونجا اولی سخنرانی هم که کرد گفت از نظر ما اجنبی اجنبی است، شمال و جنوب فرق نمی کنه، ما باید خود را به آن درجه از استقلال واقعی برسونیم که هیچ چیز جز مصلحت ایران و حفظ فرهنگ و تمدن خودمون محرک ما نباشه و باد شمال و جنوب ملا نلرزونه. ببینید در اولین دوره چقدر مسئله در این دو خط گنجوند و گفت. از همون مجلس مسئله آزادی و استقلال ایران به دست گیره تا کاخ استعمار جهانی رو بلرزه در آورد. این مطالب که من امروز در سال روز به ابدیت پیوستن مرد برتر تاریخ غرب میگم، چرا میگم و حرفایی که میزنم در مصاحبه با شما دنبال نظر و نطقیست که اون بزرگ مرد در مجلس گفت. گفت این وظیفه ماست که با آگاهی از نقش سازنده تاریخ و ضبط آن رویدادهای بزرگ و کوچک این خدمت ملی را انجام دهیم و هر کس هر اطلاعی داره بنویسه و بگوید و به سینه جاودان تاریخ بسپاره تا جوانان آینده آگاه شده و درس عبرت بگیره. خب من در اجرای این راهنمایی جواب شما رو در سوالاتتون اغلب میدم که مطالبی رو میگم. دکتر مصدق به همین عقیده بدون بیم و هراس و با یک روحیه و با شجاعتی دفاع از مصلحت منافع ملی ایران و سرنوشت مردم رو به عهده گرفت و دائم یادتون باشه از فرهنگ و تمدن و سنن ملی دفاع نبود و در مجلس 1106 در زمان شاه فریاد زد ما باید ایرانی معاب باشیم. ببینید در این جمله خیلی چیزا گنجیده، ایرانی معاب باشیم یعنی خودمون رو گم نکنیم، سابقه منو ببینیم، از اولش ببینیم، همون راه رو جلو بریم، نه اینکه بریم نوکر بشیم. 61 سال پیش در ژوئیه 1951 روزنامه نویس فرانسوی
اومد مصاحبه به آقای دکتر مصدق انجام داد. این مرد دوراندیش، این مرد فهمیده دانشمند، ببینید چی گفته اون روز، این مطلبی که ایشون به روزنامه نویسه گفت، گفت شاید نگذارم به آنچه برای کشورم آرزو دارم جامعه عمل بپوشونم، ولی مطمئن هستم دیگران خواهند آمد و پس از من این کار را انجام خواهند داد. شاه رو یا از بین میبرن یا از ایران بیرونش میکنن. فقط امیدوارم سرکرده های مذهب شیعه دست جدی برای ورود به عرصه سیاست نداشته باشن. اگر چنین بشه و اینا بیان، ایران در وضعیت در آستانه فاجعه آمیز قرار میگیره و همسایگان رو در حالت جنگی با ما قرار میدن این آخوندا. من واقعا از این مذهبیون حراس دارم. تشکیلات آخوندای شیعه با سلسله مراتب مذهبی و در اختیار داشتن مساجد و پولهایی که در اختیار دارم، کشور مواجه با انقلاب خونی نمیشه و یک آخوند آیت الله رو در رأس قدرت قرار میگیره و نفرتی علیه غرب و حتی ضد یهود و دشمنی با عربهای سنی بلا خواهد انداخت. ببینید پیشبینی این مرد بزرگ در اون موقع چی بود که اینن عمل شد. پس از این که یه همچی مرد بزرگی رو بازداشت میکنم، رأی بیدادگاه نظامی صادر میشه که او باید زندانی بشه. در همون دادگاه گفت سرنوشت من باید مایه عبرت مردانی بشه که ممکنه در آینده در سراسر خاورمیانه به فکر پاره کردن زنجیر استعمار امبدلس جهانی بیفتن. این مرد بزرگ رو میگیرن میبرن در زندان. در 30 آذر 32 پس از اینکه 35 جلسه بیدادگاه نظامی در لشکر 2000 تشکیل میشه، رأی به محکومیت مرد برتر غرب صادر میکنم و در 21 اردیبهشت 33 بیدادگاه تجدید نظر نظامی حکم دادگاه بدوی رو تایید میکنه و بزرگ مرد رو در لشکر دوی زرهی به مدت 3 سال با بیشرمانه ترین وضع زندانی کردن و پس از 3 سال بدون دادگاه مجدد و خلاف همه اصول اخلاقی و انسانی و بشریت، به امر پهلوی دوم به زندان خانگی در احمدآباد اعزامش کردند. در گوشه حفاظت شده احمدآباد به سر می بود، کسی هم نمیتونست بره ایشونو ملاقات کنه. حتی نخست وزیر نهرو که مهمان رسمی دولت ایران بود، وقت اومد به ایران پیشنهاد اجازه خواست که برای عرض ادب به حضور مرد بزرگ قرن برسه که با مخالفت ملوکانه روبرو شد و آنها خیلی ناراحت شد. این شیر پیر احمدآباد رو که تا آخر عمر در خانهش زندانی کردن و به سکوت وادارش کردن، هر موقع که میخورید و جوانان نداشو میشنیدن دربار شاهنشاهی ساواک و دولت رو میلرزون. در احمدآباد در زیر چتر سرطان حکومت خودکامه یک نفره عزلت گزیده بود، می سوخت و می ساخت که در آبان 1345 سرطان فکم به سراغش اومد و در بیمارستان موقوفه مادرش خانم نجم السلطنه بستری شد و 5 صبح روز 14 اسفند 1345 در سن 87 سالگی شمع وجود این بزرگمرد خاموش شد و به ابدیت پیوست. وصیت کرده بود که در کنار شهدای سی تیر در گورستان ابن بابوی به خاک سپرده بشه و پزشک معالجش پروفسور عدل به عرض ملوکانه رسون، ولی شاه اسلام پناه به کلی مخالفت کرد و بعدن دستور داده شد در اتاق نهارخوری ملک خودش در احمدآباد دفن بشه.
این مرد بزرگ در تابوت فلزی گذاشتن و در اونجا به خاک سپردن در اتاق نارخوری احمد آباد. با مرگ او زندگی شروع شد. هویدا به عرض میرسونه که برابر مقررات بر روش جاری هر نخست وزیری که از بین میره دولت یه مراسم سوگواری درست میکنه. اجازه میفرمایید که یک مراسم مختصری به نام نخست وزیر برپا کنیم؟ شاه رعیت برود میفرمان لازم نیست اسم و عملیات او رو در هر کجا این کشور بعد از میبرید محو کنید که هیچ کجا نباشه. خب این رفتار غیر انسانی وحشیانه با بزرگ مردی بی همتا باعث شد که امروز کشور ما به وضعی دچار بشه که هر روز از صبح تا شام زورگویان سرکوبگر به جنگ و نابودیش فریاد زنن و ابری تیر و تار آسمان کهن دیار ما را با سرنوشت نامعلوم پوشونده. من میدونم اگر جنگی را بندازن بچه های اون سرزمین با چنگ و دندون از ایران دفاع میکنن. آقای سوربی در این ایام نوروزی با دلهوره و ناراحتی از فردای نامعلوم ایران به نام یک سرباز سال خورده ایران زمین برای شادباش نوروز باستانی به جوانان داخل کهندیار اهورایی میگویم دشمنان سرکوبگر ستم پیشه در صدد حمله نظامی هستند. ما در خارج از کشور از کار افتاده ایم، اما شما ای جوانان وطن، ای جوانان وطن، جان شما جان وطن. من ممنونم از شما. باید گفت همون جوری که سعدی آمرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. بگیم روانش شاد و یادش گرامی باد. از شما تشکر میکنم و از وقتی که در اختیار من و بینندگان و شنوندگان تلویزیون های آپادانا و مردم تیوی گذاشتید تشکر میکنم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. اجازه بدین به دوستانی که برنامه های شما رو دنبال میکنن بگیم که این خبر خوب که حالا هر یک شنبه با شما هستیم باعث میشه که برنامه های چهارشنبه رو که هر دو هفته یک بار بود فعلا نداشته باشیم و این برنامه ها رو دنبال میکنیم. حسن این برنامه ها اینه که آرشیوی که داریم، این آرشیو هم در قسمت صفحهی که برای آقای احمدیان هست گذاشته میشه و هم در صفحه آرشیو خود شما این ویدیوها گذاشته میشه. به غیر از اینکه تا برنامه آینده هم در روزهایی که بین امروز تا هفته آینده هست هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه. من باز هم از آقا شما سیاسی شدید آقای سوربی. چرا؟ برای که سیاسیون مرتب زیر قولشون میزنن تعهدشون. ما تعهدمون با شما این بود که یه هفته میون در خدمتتون باشیم. حالا شما میاد باز دو مرتبه میفرماید که هر یه شنبه آخه شما بگیم رئیس جمهور بشید که اینطوری رفتار میکنید. ما از روز اول هم گوش شنوایی نداشتیم و همیشه از شما میخواستیم که هر هفته باشید و دوستان از تجربیات شما و از خاطرات شما استفاده کنن و این تاریخ گویا رو ادامه بدیم. ممنونم از شما آقای عقیلی پور. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. پاینده باشید. خدا نگهدارت. خب دوستان عزیز، این هم برنامه این یک شنبه. تشکر میکنم از دوستانی که تا این موقع با ما بودن. برنامه های جدید رو از برنامه های دکتر محیط پخش کردم براتون. بعد از این برنامه، برنامه جدیدی رو که آقای حسیبی امروز تهیه کردن و فرستادن برای شما پخش میکنم. برنامه ها رو دنبال کنید و همونجوری که خدمتتون عرض کردم میتونید این برنامه ها رو در موقعی که خودتون وقت دارید در هر ساعتی از شبانه روز از هر جای دنیا که دسترسی داشته باشید به
اینترنت به اصطلاح برنامه رو در آرشیو ببینید. اجازه بدید که از دوستان و همکارانی که در تلویزیون آپادانا لطف کردن این برنامه رو برای شما پخش کردن تشکر کنم و ازشون خداحافظی کنم. به امید دیدار یکایی که شما عزیزان بریم یه آهنگی ببینیم بشنویم یا چند تصویر از ایران رو ببینیم تا من بتونم برنامه رو عوض کنم و دنباله برنامه رو پیگیری کنم. مرسی، ممنون از یکایی شما عزیزان و دوستانی که در به اصطلاح برقراری این برنامه کمک کردن. مرسی.